بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه دوم دسامبر سال 2015 و برابر است با 11 آذر ماه 1394. باز هم شانسی داشتیم که در این روز بارانی نعمت نصیب ما شد و آقای آریانپور آمدند اینجا تا به دنباله صحبتاشون ادامه بدن و به پرسش هایی که شماها از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن اون پرسش ها رو انجام دادید ایشون پاسخ بدن. به شما خوش آمد میگم، باز هم ممنونم که تشریف آوردید. میخواین با دنباله برنامه ها به اصطلاح شروع کنید یا اینکه اول پاسخ پرسش دوستان رو بدید؟ اجازه بدید پاسخ دوستان رو بدیم. البته با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی و خوشحالم که یک بار دیگه به من این افتخار داده شد که در خدمتتون باشم و به عرایضم ادامه بدم. ممنونم از شما. چند هفته پیش بود که سپهبد آذربرزین فوت شد و دوستان گفتن که چون ایشون یکی از چهره‌های بحث برانگیز بوده، شما لطف کنید در مورد ایشون یه مقداری صحبت کنید. مثل که ایشون اولین فرمانده نیرو هوایی بعد از انقلاب بوده و یه شایعاتی هست که ایشون یه پول کلانی گرفته و چنین و چنان. تا اونجایی که شما اطلاع دارید لطف کنید برای دوستان بگید. بعد دوستان سوال کردن راجع به آقای مدنی، در اون موردم صحبت بکنیم. بعد ماجرای فیلم و ویدیوی بحث برانگیزی هست که شما و دیگر آقای دهباشی تهیه کرد چند سال پیش اینجا، در این موارد صحبت میکنیم. و اگر فرصت نشد درباره وصیت‌نامه شاه و دیگر موارد صحبت کنیم، بازم از شما قول میگیریم که هفته آینده هم چهارشنبه با ما باشید. حتما سعی میکنم مختصر به این سوالات جواب بدم. تیمسار آذربرزین همسن و سال من بودن، هم دوره من بودن، هر دو در سال 28 ایشون وارد نیروی هوایی شدن، من وارد نیروی دریایی. البته قبلا ایشون در دبیرستان نظام تحصیل می کردن، چون پدر ایشون هم نظامی بود و از نظامیان خوشنام و خوب کشور من که با رضا شاه حتی نزدیک بود. ایشون... من عکس ایشون رو هم دارم بیارم برای دوستانی که احتمالاً ممکن ایشون رو نشناسن نشون بده. بفرمایید شما. ایشون یکی از فعالترین، باهوشترین و معتقدترین افرادی بودند که من در نیروی هوایی میشناختم. آدمی بود همیشه دنبال کارهای مثبت میرفت، سعی میکرد که خدمات گرانبهای نسبت به نیرو هوایی و کشورش انجام بده. البته بعضی ها تعریف میکنن که ایشون خلبان خوبی نبود. خب همه که نمیتونن خلبان خوب باشن. تازه در سطح دنیای ما میلیون ها خلبان هست. آیا همه اینها میتونن افسر خوبی برای نیرو هوایی باشن، فرمانده خوبی باشن؟ ما هم میشه میچسبیم یه نقطه ضعف یکی رو بزرگ کنیم، ولی ایشون یکی از بهترین مدیران نیروی هوایی بودن و کسی بود که کنترل کلیه هواپیماها، پروازها در اختیارش بود. علازرت هم به ایشون خیلی اعتماد داشتند. چند بار مبالغ هنگفتی که هر بار بالغ بر یه میلیون تومان بود به ایشون مرحمت میکردن. اگر ایشون صاحب خانه شد یا زندگی بهتری شد به علت لطف و مرحمت پادشاه بود. تا اونجایی که من میدونم ایشون هیچ وقت در گرفتن حق و حساب رشوه از شرکت‌های خارجی به خصوص امریکایی دخالت نداشت و همیشه سعی می‌کرد که با اونهایی که در این راه قدم برداشته بودن مبارزه کنند. البته ایشون یک خاصیت داشت،
حقیقت رو نمی گذاشت تابع احساسات بشه. یعنی درسته ایشون به اعلیحضرت و خانواده سلطنتی نزدیک بودن، ولی اشتباهات، خطاکاری هایی که در دربار ایشون مشاهده می کرد یا در نیروی هوایی نمی تونه سرپوش روش بذاره و بعدها که مجبور شد به امریکا بیاد مشغول نوشتن خاطرات شد و ضمناً مدارکی برخلاف بسیار زیادی از پرسنل نیرو هوایی دریایی زمینی که هیچ وقت سعی نکردن مدارک دوران خدمتشونو یادداشت کنن یا جمع آوری کنن، ایشون یادداشت میکرد و همون کاری که من انجام دادم و میبینم چقدر کمکم میکنه که بتونم به جای شایعات حقایق رو کنم. به این کار روز شما یا ژورنال میگن که بله، شما انجام بله. میدید. فان قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، گفتم که چرا دیگران همچین مجموعه ای رو ندارن، بعد به این نتیجه رسیدیم که خب اونها چیزای واجبتری مثل پول و جواهرات و اینها رو باید می آوردن و وقت این کارا رو نداشتن که بنویسن و براشون هم اهمیت نداشته که بیارن. ولی من برای دوستان فان گفتم چند مدت پیش بود، حدود 2-3 ماه پیش با شما یه ملاقاتی داشتم، شما یک کیف خیلی بزرگ آورده بودید، تمام این مدارک مرتب منظم داخلش بود. باز من کم صحبت کنم که بینندگان شاکی میشن. خب این آقای آذربایجانی، شما گفتید که ایشون مجبور شده بود به آمریکا بیاد، منظورتون بعد از انقلاب هست؟ بله، ایشون مدت کوتاهی فرمانده نیروی هوایی شد، ولی خب مخالفین شروع کردن به فحاشی، شایعه سازی و غیره، ایشون خودشو کنار کشید. اگر خطا کار بود مطمئن باشید رژیم، همینطور که تیمسار سپه بود، نادر جهانبانی و دیگران رو اعدام کردن حتی بدون سوال و جواب، ایشون هم همین بلا رو به سرش می آوردن. پس حتما آدم درستی بود، ممکنه به شاه نزدیک بود. نزدیک بودن به شاه دلیل خداکاری نیست. شاه مملکت، مملکتشو دوست داشت. هیچ شاهی نیست که نخواهد مملکتش به پیشرفت برسه، ولی اکثر شاه ها متاسفانه روی دلایل خاصی که یکیش ناآگاهیه، یکیش بیسوادیه، کشور رو به سوی بردند که ما در دوران قاجار دیدیم. پس از اونم رضا شاه که بیسوادترین بود، بیش از پسرش که باسواد بود به این کشور خدمت کرد با دست خالی، در حالی که اعلیحضرت شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی با تحصیلات بهتر، پول فراوان بیشتر، نتونست اون خدماتی که پدر گرامی ایشون انجام داد انجام بده. البته سر تحصیلات آقای محمد رضا پهلوی صحبت‌هایی هست، اون ماجراهای مدرسه سوئیس که بعضیا میگن کالج، ولی اون مدرسه بود، مدرسه سوئیس، دعوایی که ایشون کرده، اخراجی که شده، نارضایتی پدرش با به اصطلاح برگردوندنش به ایران، بعد اینکه مدرکی وجود نداره که ایشون حتی دیپلم گرفته، حتی اون مدرسه، مدرسه های اروپا همه نظم و ترتیب دارن، همه کتاب سال دارن، ولی اون رو بروز نمیده. معلومه که یه کسی داره یه پولی میده، به اصطلاح اعمال نفوذی میکنه. حالا یکی از دوستان که طرفدار پادشاه هست قرار شده که بره دنبال این کار و ببینه که اون مدرسه چی میگه، ولی تا اونجایی که ما میدونیم و یه دفعه آقای سرهنگ عقیلی پور هم بنابر تاریخ و سن آقای شاه ثابت کردن که امکان نداره ایشون درسش رو تموم کرده باشه و بعد که آمدن اونجا ایشون نباید دانشکده افسری میرفته، ایشون باید مدرسه نظام میرفته و این رو میفرستن دانشکده افسری. اون روز هم من عکسی رو نشون دادم که روی بازوی ایشون 3 تا 8 هست و 3 تا 8 یعنی گروبان 1. نه یه فرق میکنه. من جواب دادم به ایمیلتون در مورد اعلیحضرت و تحصیلاتشون. من
یه مطالعاتی کردم، اجازه بدید مال آذربایجان و مدنی رو تمام کنیم ولی یادم بیارید که عرض بکنم. به هر حال ایشون اومدن و وقایع رو اونطوری که اتفاق افتاده بود به صورت کتاب در آوردن. خب خیلی ها برخورد، ناراحت شدن که چرا ایشون حقیقت گفته. من یک چیزی رو عرض میکنم، متاسفانه در کشور ما به علت ترس، به علت ببخشید بی‌غیرتی، به علت دلایل دیگه‌ای، وقتی یک فردی در سر کار قدرت داره جرأت این که حقایق رو بیان کنیم نمی کنیم. ولی وقتی رفت 1001 نسبت تو خالی دروغین و تهمت به اون می زنیم. همون اشخاصی که طرفدار سردار سپه بودن برای اینکه ایشون به تخت سلطنت برسه آسمون رو به زمین رسوندن، کسانی بودن که در مجلس شدیداً دفاع کردن و بالاخره رضا سردار سپه شد رضا شاه پهلوی. همونها روزی که انگلیس ها و روس ها دیکته کردن به رضا شاه که از کشور خارج شو و ایشون رو روانه بندر عباس کردن، در مجلس سر و صدا کردن که رضا شاه جواهرات سلطنتی رو دزدیده و میخواد با خودش ببره. بنابراین سریع ترین کار اینه که همه چمدانهای ایشان و خانواده پهلوی که دنبال ایشون هستن بگردن. ببینید اینها چقدر نامرد هستن که کسی رو که خودشون باعث شده به سلطنت برسه و او باعث شد که اینها سالهای طولانی مقام و نماینده مجلس باشن، این تهمت رو به ایشون زدن و خوشبختانه دروغ بود. البته چمدونها رو گشتم، هیچ چیزی نبود. پس ببینید تهمت زدن در کشور ما خیلی آسانه هم رایجه و میگن خرجی هم نداره، ما سنگو میندازیم خورد خورد نخوردم از دست چیزی ندادیم. در مورد آذربایجان هم همینه، اگر کسی ادعا میکنه ایشون خطا کرده، همونطور که ایشون در کتابش همه چیزو نوشته، بیان با مدرک ثابت کنن که ایشون خطا کرده. ایشون دشمن داشتن مستشار امریکایی در ایران بود، چون میدونست یک عده مفخر بی سواد امریکایی دارن پول ایرانو میگیرن و کاری که میکردن فقط رابطه بین تولید کنندگان سلاح و هواپیما و غیره بودن و رول دلال و بازی می‌کردن. اصلا یه توهینی هم بود به ارتشیایی که اونجا بودن واقعا. من تا هنگامی که در نیروی دریایی بودم حتی یک مستشار دریایی رو در پایگاه‌های خودم نپذیرفتم. کسی هم زورش نرسید. اگه به من میگفتن چرا نمیخوایم برو، با کمال میل میرفتم کما این که رفتم. بنابراین ولی ایشون زورش نمیرسید و یک مستشار امریکایی بود، سرتیپی بود، خیلی هم پرروح و وقیح بود که واقعا که آذربایجان چند بار از اتاقش ایشونو پرت میکنه بیرون. و ولی متاسفانه تیمسار خاتمی، سپهبد ربیعی و چند نفر دیگه پشتیبان اونها بودن و در حقیقت قرار بود اعلیحضرت آذربایجان رو فرمانده نیرو هوایی بکنن پس از اینکه هواپیمای در ارتش بود تدین سقوط کرد. قرار بود حتی آقای هاشمی نژاد، یعنی سپهبد هاشمی نژاد، سبد بسیار بزرگ گلی و همراه با یک تبریک شما شدید فرمانده نیروی هوایی برای آذربایجان به خانهش میفرسته. ولی اعلیحضرت پس از ملاقات با سفیر امریکا تصمیمشون رو عوض میکنن
و ربیعی رو به جای ایشون تعیین میکند و هممون شاهدیم که ربیعی چگونه مثل یک گربه کتک خورده تو اون دادگاه گریه کرد و نشون داد که من از چند روز قبل با حضرت امام سازش کردم، تابع دستوراتم. ضمن اینکه یادتون نره آقای ربیعی کسی بود که وقتی خمینی با هواپیما وارد شد کلیه امکانات نیروی هوایی رو برای خمینی در اختیار گذارد، وقتی دید جمعیت زیاده هلیکوپتر فرستاد و خمینی رو در هلیکوپترش نشاند و پرواز کرد که بره به آرامگاه. اونا هم سزاش دادن دیگه. بله ببینید، بنابراین این ربیعی رو که الان پشتیبانی ازش میکنید از دید من یک خائن به تمام معنا بود و من تأسف میخورم که بعضی ها راجع به آذربایجان چنین فکر میکنم. البته ممکنه منم اشتباه بکنم، ولی خواهش میکنم ثابت کنید چرا آذربایجان خطا کاره. شما خاطرات خودتون رو دارید میگید، برخورد خودتون رو دارید میگید. دوستان هم اگر با ایشون هم خدمت بودن، هم سایه بودن، هم چی بگن دوست بودن، یک هم کلاس بودن، اونا هم میتونن بیان خاطراتشون بگن و بینندگان و شنوندگان قضاوت کنن. ممنونم از شما. در مورد مدنی، بله بله، تیمسار احمد مدنی، مدنی هم دوره من، دوست من، همسن یه سال از من بزرگتر بود، یکی از پاکترین، سالمترین، انسانترین، وطن پسترین افرادی بود که در بین ما 30 نفر دوره های اول وجود داشت. همیشه عاشق وطن بود، در این حال که یک مسلمان واقعی بود. در 30 و چند سالی که من نزدیک به او بودم حتی یک بار ندیدم این در جلوی من نماز بخونه یا وانمود کنه سفره جانمازش پهنه. در انگلیس که بودیم این بدون سحری و بدون افطار روزه می گرفت، ولی هیچ وقت صداش در نمی اومد، برای که ساعاتش با اونجا تنظیم نبوده، با هر چی بود ولی نبود، ما امکانات نداشتیم. این کسی بود که ماهایی که بلد نبودیم چطور سوار توالت فرنگی بشیم، فکر میکردیم باید دوتا پامونو اون بالا بذاریم و این توالت ها در روی ناو نبرد، ناو HMS ها به قدری کثیف و بد منظره بود. مدنی هر شب که همه ما میخوابیدیم میرفت اون توالت ها رو تمیز میکرد که فردا صبح نظافت چیا که میان آبرومون هست، آبروی نگنین ایرونی ها چرا اینطوری. این آدم، ایشون کسی بود که در بندر عباس بالغ بر 10 سال به صورت تبعید خدمت کرد. تبعید چرا؟ برای اینکه پس از 28 مرداد 3 درجه دار هدفشون این بود که ناو باب رو منفجر کنن. اتفاقا موقعی که میخواستن شعله های آتش رو به داخل انبار مهمات ناو باب بندازن به لباس یکیشون میگیره و آتش میگیره، سر و صدا بلند میشه، دیگران میان آتش رو خاموش میکنن، 3 درجه دار رو میگیرن و گزارش میشه به ستاد ارتش تیمسار باتمان کلیچ، دستور میده سریعا کمیسیون دادگاه صحرایی تشکیل بشه، این 3 درجه دار رو محاکمه کنن. این ور اونور گشتن ببینن کسی در مورد حقوق چیزی میدونه. شنیدن که مدنی 1 سال قبل از اینکه وارد نیرو دریایی بشه 1 سال در دانشکده حقوق تحصیل کرده. ایشونو به عنوان وکیل تسخیری میارن. خب وکیل وظیفش دفاعه، اگر دفاع نکنه و علیه موکلش محاکمه شونده رفتار کنه که این وکیل نیست. ایشون دفاع کرد، گفت باید رسیدگی کنیم که چرا درجه دار به مرحله میرسه
که چنان ناراحت میشه که میخواد صدمه به کشورش بزنه یا به اون نیروی دریایی بزنه. ما بریم عامل اصلی رو دنبالش، وگرنه با کشتن اینها چه چیزی آید ما میشه. به این علت البته همون روز دادگاه تشکیل میشه، تصمیم میگیرن اینا رو میبرن در کنار پایگاه دریایی، میدان تیر داشتیم، هر سشون رو تیرباران میکنن. دستور از باتمان قلیچ میاد که مدنی رو هم تبعید کنید به جزیره هنگام. مدنی رو به عنوان سرپرست 7 سرباز و 1 درجه دار به جزیره هنگام تبعید میکنن به عنوان حفاظت از جزیره هنگام. ایشون 1 سازگار در اونجا بود، کسی بود که از حقوقش صرف غذای افراد میکرد، با اونا میشست، با یک در یک کاسه با هم غذا میخوردن. ولی در همون 1 که اونجا بود، علاوه بر اون سربازای که بهشون سواد آموخ، به اهالی بومی جزیره هنگام سواد یاد داد. ضمناً در اونجا تعدادی آبنبار قدیمی بود و این آبنبارها رو در جای ساخته بودند که 1 یا 2 باری که در سال بارون می اومد به طرف این آبنبارها سرازیر می شد، آبنبار رو پر می کرد و تمام سال این افراد از اون آبی که پر از کرم و مورچه و قورباغه و عقرب و هر چی شما بگید در اون بود، آبش هم بوی گند میداد و این سعی میکرد که در اون 7 به اینا یاد بده که این آبو چیکارش کنن که تمیز بشه و اینها. بعد از اونم در تمام دوران خدمتش هر وقت میگفتن کجا میخوای خدمت کنی، بندر عباس. یعنی جمعاً 11 سال ایشون در بندر عباس بود. در بندر عباس دید برابر طرحی که اعلیحضرت تصمیم گرفته بودند توسعه نیروی دریایی در بندر عباس بدن، حواریونی که در اطراف اعلیحضرت حضور داشتند پی بردند که بندر عباس خبرهایی داره میشه، سریعاً دست به کار شدند، شروع کردند به زمینهایی که در اطراف شهر بود گرفتن، از جمله تیمسار سپهبد ایادی که پزشک مخصوص اعلیحضرت بود. ایشون اومد 30 کیلومتر مربع زمین در بهترین نقطه یعنی لب دریا گرفت، پایه زد و تابلوی منطقه نظامی زد، در صورت که درست ایشون یونیفرم تنش بود ولی بویی از نظامیگری نبرد. چون هم کسی هستن که دامپزشک بودن، در اصل دامپزشک بودن و باهایی بودن، باهایی بودند و این کار رو کردن. البته ناگفته نماند با همه این کارهایی که کردن، مثل که در وضعیت مالی خوبی هم نبودن بعد از انقلاب و حتی تا موقع مرد. متاسفانه ایشون گدا و گدا صفت بودن. من بدبختانه 1.5 سال در شورای عالی اتکا سازمانی بود که تامین غذای ارتش رو میکرد. اعلیحضرت روی چه علتی مسئولیت اینو به تیمسار ایادی داده بودند. ایشون هفته 1 بار نماینده های سه نیرو و ژاندارمری و شهربانی رو به دفتر خودش در اونجا می برد و 1 روز کامل ما رو می گرفت راجع به نخود و لوبیا و عدس و چایی و فلان که قبلا کارهاشو کرده بود، یعنی با تاجرا زد و بندشو کرده بود، به قیمت رسیده بود، به میزان رشوهی که قرار بود بهش بدن برسه. بعد می اومد برای اینکه نشون بده در جلسه‌ای صحبت شده، فرمالیته، بدتر از فرمالیته، بنده نوعی که کوچکترین اطلاعی نه از حبوبات نه برنج نه روغن نه چای داشتم، می بردن دیگرانم بدتر از من. و ایشون بالاخره تصمیمشو که گرفته بود اونجا به مرحله اجرا در می آورد.
و از ماها میخواست که امضا کنیم. امضای چی رو؟ من که نمیدونم نوع برنج چیه، برنج بشه چند نوعه، چطوری پخته میشه، اینو باید یه آشپز میووردن اونجا میگفتن فلانی ببین کدوم یک از این برنج ها بهتره. به هر حال من یک سال و نیم وقتم و هفته یک روز تلف کردم در حضور ایشون، در صورت که میتونستم در همون زمان در نیرو دریای کارهای مفیدتری انجام بدم. اینم در به هر حال مدنی پاکترین فردی بود که من ملاحظه کردم، دیدم، شناختم و افتخار میکنم او مرا دوست خودش خطاب. روان شاد، یادش گرامی. من ایشون رو دو یا سه بار به اصطلاح اینجا ملاقات کردم، منزل آقای عبدالرزاده بود، بعد یه بار تو رستوران بود، بعد یه بار برنامه بود، و ایشون همینجوری که شما میگید همیشه اون حالت خاکی به قول آمریکایا down to earth بیریا رو داشت تا موقعی که دیگه فوت شد. روان شاد. خب حسین دهباشی را معلوم بخواهم. بله بله بخواهد. الان میخوام قبل از این که برسیم به اون ماجراها، چون مخصوصا دیروز یه ویدیویی از آقای منوچهر رزمارا توی اینترنت پخش میشد که آقای رزمارا داشت توضیح میداد که این افرادی که دوروبر شاه بودن من جمله خود شاه زود از بین رفتن به خاطر این بوده که اینها یک مواد به اصطلاح یک داروهایی استفاده میکردن، یک که جوان بمونن، دو که از لحاظ قدرت جنسی قوی باشه. و ایشون میگه من چون دکتر هستم، حتی توش صحبتشون میگه که یه دکتر دیگه اونجا بی سواد بود و چیزی نمیدونست و میگه که اینها خطرناک بوده و یکی از دلایلی که اینها زود از بین رفتن فوت شدن این بوده. البته جالبه، میگه من نمیخوام اسم از کسی ببرم ولی تمام اسمها رو هم میگه. شما راجع به این ویدیو رو، چون آقای من فکر کردم حسن دهباشی باشه، شما میگید حسین دهباشی، خود من سالها پیش اینجا یه نفر با من تماس گرفت گویا آقای از ایران آمده و میخواد اینجا کار کنه. اتفاقا من گفتن از ایران فرار کرده. حالا اینو شما داشته باشید. ما یه ملاقاتی داشتیم در، میدونید اینجا رسم دوستان میری توی کافه‌ای که واقعا کافه یعنی قهوه خونه، یه قهوه اوردر میدی میشینی. اون موقع می قهوه خونه داخل نوبل چیز بود، بارنن نوبل، نشستیم اونجا و ایشون آمد و اینها. بعد از اینکه پرسید شما چه کار میکنی، گفتم فیلم برداری یا تلویزیون اینها، گفت من یه پیشنهاد برای شما دارم و من فکری یه بیزینسی هستم، بیزینس را نمیدونم، یه شغل خوبی پر درآمدی. گفتیم چیه؟ گفت که اینجا بهش میگن فریلنس، یعنی افرادی که آزاد میرن خودشون گزارش هایی رو تهیه میکنن، بعد که این گزارش ها آماده شد اینا رو میارن توی تلویزیون های مختلف، توی رسانه های مختلف و به اونها نشون میدن و میگن ما اینو درست کردیم، شما چند میخری؟ شما چند میخری؟ شما چند میخری؟ بالاخره میفروشن. ایشون به من گفت که، گفتم خب من حاضرم اون کار فیلم برداری و اینها رو انجام بدم، احیانا اگه جایی هم میخواین توی این کار بهش میگن وایس اوور یا صدا گذاری، صدا بذاریم روی این. گفت که من میخوام ولی به این شرط که شما بیای اول کار کنی، بعدن که ما این فیلم ها رو فروختیم به شما هم یه سهمی بدیم. من بهش گفتم حقیقتش من نه بودجهشو دارم و نه امکاناتش که امروز بیام کار کنم، سه سال دیگه یا یک ماه دیگه تو آمریکا. میدونی دوستان همه ما میگنش دی بای دی یا چک بای چک، پی دی بای پی دی زندگی میکنیم و به همین دلیل من با ایشون کار نکردم. بعدن دیدم که خبری بلند شد، سر صدایی که این فیلم ها رو که ایشون گرفته از تلویزیون ایران پخش شده و حالا تلویزیون آخوندا یا سوء استفاده کرده یا واقعا امین بوده و اینها رو اونجوری که باید پخش کرده. ما کاری نداریم، قضاوتش به شما. به شما اینها چی گفتن وقتی آمدن برای فیلم برداری؟ چون افراد، یکی شما، یکی افراد مهم دیگه هم مثل شما رو اینها قانع کرده بودن که مصاحبه کنند. تاریخ شفاهی ایران. بله. بفرم. ایشون با من که تماس گرفت گفت که من از طرف کتابخانه ملی ایران مأموریت دارم که با کسانی که در رژیم گذشته کاری بودن، شغلی داشتن، ارتباطی داشتن، مصاحبه تلویزیونی بکنم
و مجموع اینها پس از بررسی، اصلاح و غیره قبل از اینکه به چاپ برسه به اطلاع فرد فرد مصاحبه شونده ها میرسه. اگر تایید کردن اون وقت ما اینها رو در اختیار کتابخانه ملی میذاریم که در آرشیو خودش نگهداری کنه. تا اینجاش اشکالی نداره، چون باز هم در آمریکا این رسمه که وقتی یه نفر مصاحبه میکنه پس از تدوین یا ادیت یا همون ویراستاری این میان با طرف میگن که اون چیزی رو که شما گفته بودی یا نوشته بودی، ما مثلا اگه 4 صفحه بوده کردیم 2 صفحه. اون شخص باید، و این به قول معروف از لحاظ عرف و معرفت و مورال اینجا، باید قبول کنه که بله این شما امانت رو رعایت کردید و جمله ها رو قطع نکردید، پس و پیش نگفتید، هر چیزی به سودتون بوده نگفتید، هر چی به ضررتون بوده بردارید. خب بعد این کار کرد یا نکرد؟ ایشون با من مصاحبه کرد و بعد نوار یا ویدیوی همه اینها رو هم همون موقع در اختیار من گذاشت که الان دارم. آنچه من با ایشون در مصاحبات خود می کردم این همین صحبت هایی که الان با جناب عالی دارم انجام قبلا میدم. با خانم شوره آسمی، با خانم شوره آسمی یا با رادیوی کیان ایران که مال سلطنت طلب هاست، جناب سرهنگ فرهومند اینو اداره میکنن، خیلی هم شنونده داره. من 4.5 سال مطالب زیادی رو هفته 1 بار 1 ساعت با ایشون در میان گذاشتم. کوچکترین توهینی به مقام سلطنت نکردم، ولی حقایقی رو که از دید خودم حس می کردم لازمه برای آینده ایران که اشتباهات تکرار نشه به ایشون، در اختیار ایشون و شنوندگان. همینطور در مورد آقای حسین دهباشی اینو برای من فرستادن و با عده دیگری از جمله آقای گنجی و آقای احمد احمدی وزیر تعاون و روستا و آقای سپهری و چند نفر دیگه صحبت کردن. بعدن شنیدم که یکی از این آقایان که قبلا وزیر شاهنشاهی بوده و ضمناً برای FBI و CIA کار میکنه میره لو میده و میگه ایشون جاسوس دولت ایرانه و اونا رو وادار میکنه به خونه این برسن، بریزن تمام این نوارها و غیره رو جمع آوری کنن، دستگاه های ویدیوشو دریافت بکنن و خودشو خانومشو تحت فشار قرار بدن و بعد تمام مدارک اینم از جمله پاسپورت و شناسنامه و برگ اقامت اینجا و غیره هم و گرین کارتش هم ازش بگیرن، بعد بهش التیماتو بدن که در عرض 1 هفته باید از کشور خارج شی. که ایشون اومد پیش من، چی گفتم؟ برو بگو وقتی من مدرکی ندارم که بتونم خارج شم چطور به من میگید از کشور خارج شو؟ پاسپورت های امریکایی و ایرانی منو بدید، شناسنامه هامو بدید، من میتونم از کشور خارج شم. فکر کنم مدتی هم بازداشتش کردن، نمیدونم. بعد به ایران رفت، در ایران این مدار ها خوشبختانه بخشی از این مدارک قبلا به ایران فرستاده بود، در نتیجه امریکایی ها اونایی رو که ازش گرفتن دیگه بهش پس نداد. ایران رفت به کتابخانه ملی و با اونها مدتی کار میکرد یا در استخدامشون بود و قرار بود که پس از اصلاح اینها رو در اختیار ماها قرار بدن اگر تایید کردیم.
ولی کتابخانه ملی با عوض شدن رئیسش فرد جدیدی اومد که حتما از آقازاده ها بود. در نتیجه بدون اینکه تاییدیه مصاحبه شوندگان رو بگیره اینها رو پخش کردن. اگر همه رو پخش میکردن خیلی خوب بود. متاسفانه اون بخش هایی به نفع خودشون بود بدون اینکه اولشو و آخرشو بشورس کنن، نتیجه گیری ها رو ببینن، اینو پخش کردن در ادهی و سر و صداهایی در آوردن. در نتیجه باز هم آقای دهباشی از اون طرف هم تحت فشار قرار گرفت، انگولکش کردن. بنابراین من در ایشون کار خطایی ندیدم. جوان بسیار روبراهی بود، جوانی بود دلش نمیخواست کلاه سر کسی بذاره و وعیدم میدونم همچین کاری کرده باشه. البته اگر روی گوگل اسم ایشون رو بزنید در رابطه با FBI می‌نویسه که FBI وقتی که به منزل ایشون حمله کردن بر اثر شکایتی بوده که یک نامه ای رو ایشون فورج کرده. فورج کرده یعنی به اصطلاح یک نامه قلابی رو درست کرده باشن اینها. البته ما میدونیم شما تو آمریکا وقتی که کسی میخواد پاپوش درست کنه و حتی برای رئیس جمهور مملکت هم کارای انجام میدن که نه، میگن ایشون امریکایی نیست. بله. آقای اوباما. میگه اوباما امریکایی نیست، مخصوصا هم تایید میکنن اسمش حسینه پس مسلمونه. بله. در صورت که خود اوباما گفته که به خاطر اینکه توی خانواده کریسچن بزرگ شده، کریسچن هست، به اصطلاح مسیحی هست. خب ممنونم. اگه توضیح دیگه‌ای هست یا سوالی کسی از شما پرسیده میخواین توضیح بدید بفرمایید، اگه نه این برنامه وسیع. چقدر وقت داریم؟ حدود 20 دقیقه. اجازه بدید این وصیت نامه اعلیحضرت و من خدمت بینندگان عزیز توضیحاتی بدم. البته از آقای پارسا خواهش کردم تیکه تیکه اینها رو بخونن و من به اون بخش هایی که نیاز به توضیح داره توضیح بدم. این اولیش صفحه 4 الی 5. اجازه بدید دوستان من از آقای آریانپور تشکر کنم که با نظم و ترتیبی که همیشه در ایشون سراغ داشتم این کار رو انجام دادن و خیلی مرتب اینها رو درست کردن. و برای اینکه شما هم در منزل اینها رو کاملا ببینید، چون یه عده‌ای گفته بودن که نوشته ها کوچولو است و پیدا نیست، ایشون زحمت کشیده و این نوشته ها رو بزرگتر هم کردند. و اگر خواستید همون جوری که هفته پیش هم چندین نفر از دوستان خواستن ایشون براشون ارسال کرد، شما میتونید تمام این فولدر یا پوشه ای رو که ایشون با زحمت درست کرده بدون هیچ هزینه ای خیلی آسون داشته باشید. این از اولش میخواییم بخونید یا از اول بخونید؟ بله. دوستان عزیز من آقای آریانپور اجازه میدن که بخونم و شما گوش کنید و بعدم اگه خواستید این رو تهیه کنید. وصیت‌نامه سیاسی شاه پنج شنبه یکم برج 9 که میشه آذر یا آذر ماه 52. روز تاریخی عجیبی که شاهنشاه تقریبا وصیت سیاسی کردند. چرا نوشته تقریبا؟ دلیلش معلوم میشه. به کاخ رفتم، هنوز جلسه فرماندهان تشکیل بود. ساعت 11:05 آن جلسه تمام شد و ما رفتیم و من دیدم که شهبانو هم تشریف دارد. بیشتر جای تعجب شد. شاهنشاه آنگاه فرمودند من این جلسه را مرکب از فرماندهان ارتش خودم و نخست وزیر و رؤسای مجلسین و اعضای برجسته دربار با حضور شهبانو تشکیل دادم که مطالب لازمی را یادآوری کنم. همه می‌دانیم که با وسایل تخریبی امروز و وسایل تروریستی امروز زندگی و حیات من، آهان این رو داره شاه میگه، همین میدانیم که با وسایل تخریبی و وسایل تروریستی امروز زندگی و حیات من ممکن است هر لحظه در خطر باشد. به این جهت
خواستم در حضور همه شما بگویم که اگر از که اگر من از بین بروم تا موقعی که ولیعهد به سن قانونی نرسیده، شهبانو و اعضای شورای نیابت سلطنت وظایف سلطنت را انجام خواهند داد. فرماندهان ارتش مکلف هستند اوامر شهبانو یا ولیعهد را که شاه می شود با همان قدرت و استحکامی که در زمان من انجام می دهند انجام بدهند. فکر نکنید که چون یک زن یا یک بچه فرمان می‌دهد ممکن است سستی به خرج بدهند. آن وقت زندگی همه شما در خطر خواهد بود. شما موقعی می‌توانید زندگی کنید که در همه امور با اتحاد و استحکام قدم بردارید. در این مورد یک توضیح کوچکی لازمه. اعلیحضرت می‌فرمایند همه بی زحمت بید پایین یه ذره همه امور را با اتحاد و استحکام قدم بردارم. گفتن این جمله به آسانی میسر است، ولی چگونه این اتحاد و استحکام بین فرماندهان ارتش به وجود خواهد آمد؟ نیاز به طراحی برنامه ریزی تحقیقی مفصلی خواهد داشت که درباره این طرح شاهنشاه اوامری بیان نفرمودند. ایشون فرمودند که اتحاد داشته باشید، ولی چگونه اتحاد؟ چون تا اون زمان کلیه دستورات از طریق شاهنشاه صادر می شد. ارتشی که عمراش همیشه گوش به فرمان بودند و عادت نداشتند خودشون کاری انجام بدن، تصمیم بگیرند، چگونه بدون برنامه ریزی قبلی اعلیحضرت انتظار داشتند اینها همگام و همصدا شوند؟ شاید منظورش این بوده که اقلن مثل همون موقعی که ایشون هست باز هم ادامه بدن. خب ادامه بدیم. این نوشته یا وصیت‌نامه سیاسی شاه رو نوشته که گفتن که ضمناً امروز می‌خواستم در این جلسه تکلیف همه را در صورت بروز چنین پیش آمدی قطعاً بررسی بکنم. فایده اساسی این کار این است که وقتی دشمن خارجی یا داخلی بداند که ما همه چیز را قبلاً پیشبینی کرده ایم و در صورت بروز هر واقعه سیاست و اصول مملکتداری عوض نخواهد شد، ممکن است از تعقیب افکار پلید خود صرف نظر کند. ولی در هر حال ما باید تکلیف همه را در موقع چنین پیش آمدی روشن کنیم و قبلاً پیشبینی های لازم را به عمل آورده باشیم. در اینجا باز پیشبینی های لازم در مورد پیش آمدها کدامند؟ همیشه اعلیحضرت فرماندهان رو احضار می فرمودند و اوامری رو صادر می کردند. پس فرماندهان آمادگی نداشتند برای این اوامر. اوامر رو می گرفتند و به مرحله اجرا در می آوردند بدون اینکه طرحی از قبل تهیه کرده باشند و ببینند چطور این اوامر شاهو باید به مرحله اجرا در بیارن. اعلیحضرت می فرمودن ولی هیچ جا در اینجا نگفتند برای اینکه ما آماده باشیم که اگر چنین اتفاقی افتاد چه کار کنیم. خب سال 52 تا 57 5 سال وقت بوده. آیا اعلیحضرت در دنباله این اومدن سوال کنند تیمسار فلان، فرمانده فلان، شما در این مورد چه کار کردید؟ فرمانده نیرو دریایی شما چه کار کردید؟ آیا اینا جلساتی داشتن یا همینطور منتظر بودن که این اتفاق بیفته و وقایع سال 57 رخ بده؟ همه دستا رو روی دست گذاشته بودن، نمیدونستن با خروج اعلیحضرت اینا چی کار بکنن. آیا نباید طرح از پیش تهیه کرد؟ منتظر شیم اتفاق بیفته، حالا میشینیم فکر میکنیم. همین کاری که بعد از 37 سال ما ایرونیایی که همش فکر براندازی میکنیم
میگیم وقتش که شد، اینا که رفتن ما میایم انجام چی رو انجام میدیم؟ بارها اتفاقا گفته شده تصور کنید که امشب اینها به هر دلیلی رفتن، فردا صبح میخواین چه کار کنید؟ اتفاقا من میخواستم بگم این گفته و اون گفته‌ای که شما گفتید من رو یاد اپوزیسیون میندازه که هر سال دور هم یه جای جمع میشن، یه صحبتایی میکنن، ما باید چنین کنیم و چنان کنیم، این صحبت از هدف میکنه، ولی هیچ برنامه‌ای نیست و هیچ وسیله‌ای برای اجرای اون برنامه نیست. خب اجازه بدید من باقی این رو بخونم. بله. ابتدا وظایف نیروهای مسلح را تعیین میکنم، محتاج به توضیح نیست که نه. اولین وظیفه قوای مسلح مملکت آماده بودن برای دفاع از تمامیت کشور است. دوم، بدون آنکه اجازه دخالت در سیاست را به ارتش بدهیم و بدون اینکه خودش در سیاست دخالت کند، باید حافظ کلمه به کلمه قانون اساسی باشد، البته قانون اساسی که امروز من اعمال می کنم. به به. ببینید خود اعلیحضرت غیر مستقیم فرمودند قانون اساسی که امروز من اعمال میکنم. اولا قانون اساسی مشروطه‌ای که در سال 1285 نوشته شد و اعلیحضرت در سال 1320 در 25 شهریور به مجلس شورای ملی تشریف بردن و سوگند به اون قانون اساسی خوردن، چرا قانون اساسی رو تغییر دادن؟ حالا میگیم حقشونه، اجازه دارن، چرا این قانون اساسی رو تدوین نکردن و مجلس مؤسسان تشکیل ندادن و در اون مجلس مؤسسان قانون اساسی قبلی رو ملغا بکنه، قانون اساسی که اعلیحضرت مورد نظرشونه به مرحله اجرا در بیارن؟ نه ما قانون اساسی قبلی رو میدونستیم چیه، نه قانون اساسی که هیچ وقت نوشته نشده بود. حالا اعلیحضرت میفرمایند اون قانون اساسی که من اجرا میکنم، من نمیدونم شما چی رو اجرا میکنی. شما هر روز که از خواب بلند میشید یه فکر جدید دارید، فکرتونم اغلب خوبه، مناسبه، ولی فکر کافی نیست، فکر بایستی پیاده بشه به مرحله اجرا در بیاد، بالا و پایینش کنیم ببینیم چطور این میتونه مورد استفاده کشور قرار بگیره. اجازه بدید من همینجا، دیروز یه برنامه رو از آقای بیژن خلیلی میدیدم و ایشون توضیح میداد که در چند سال قبل از انقلاب مردم دنبال قانون اساسی میگشتن و قانون اساسی به صورت کتاب یا نوشته یا جزوه وجود نداشت. ایشون رفتن از تبریز گرفتن. بله، من اونو دیدم. بله. بسیار ممنون. نه خیلی هم خوب. همون شما ببینید دوستان، یه نفر توی تهران نتونه قانون اساسی رو پیدا کنه، بره از تبریز پیدا کنه، اونم احتمالاً لابد اون روزها به صورت قاچاق بوده. در صورت ارتشی در اختیار کامل پادشاه مملکت، اول اون بالا میگن که سیاسی نباشه ارتش، یعنی تقریبا همون کاری که اینا 22 بهمن کردن، گفتن ما سیاسی نیستیم. بعد اینجا نوشته که ارتش در اختیار کامل پادشاه مملکت یا در اختیار کامل آن کسی است که برابر قانون اساسی وظایف پادشاه را انجام می‌دهد. البته اگر ولیعهد به سن قانونی رسیده باشد در اختیار و تحت فرمان او خواهد بود و اگر احیانا به سن قانونی نرسیده باشد، بر طبق پیشبینی که در قانون اساسی شده، تا موقعی که به سن قانونی برسد در اختیار مادر او یعنی مادر ولیعهد خواهد بود. البته ارتش و نیروهای مسلح باید مثل همیشه سلسله مراتب را حفظ کنند. دستورات فرماندهی از طریق رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ابلاغ می شود. البته اگر رئیس مملکت
اطلاعات نظامی داشته باشد خودش تصمیم میگیرد و دستور میدهد، و اگر اطلاعات نظامی نداشته باشد با شورای فرماندهان یا مشاوران نظامی خود مشورت خواهد کرد، ولی تصمیم را خودش میگیرد و هیچ مقام و یا مرجع دیگری تصمیم گیرنده نخواهند بود. و امری که به این طریق به وسیله رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ابلاغ شد باید از طرف نیروها کورکورانه اطاعت شود. این کلمه کورکورانه رو حتی خودتون بر... توجه بکنید. اعلیحضرت تایید میکنند که اوامرشون باید کورکورانه اطاعت شه. خب کورکورانه یعنی عده فرمانده کور باشند، دستور رو اجرا کنن، سوالم نکنن این دستور مثبت، منفی، خوبه، به درد نمیخوره، عملی، غیر عملی. تا اینجا داشتن. اعلیحضرت دست ستاد ارتش رو از 3 دهه قبل قطع کرده بودن، یعنی از همون اوائلی که ستاد بزرگ تشکیل شد اعلیحضرت 3 فرمانده نیروها رو به علاوه فرمانده ژاندارمری به علاوه رئیس ساواک مستقیما احضار میکردن، مستقیما اوامر خودشون رو صادر میکردن و فرماندهان نیرو کوچکترین ارتباطی از لحاظ دستورات اعلیحضرت باز رئیس ستاد بزرگ ارتشداران نداشتن. اوامر رو اجرا می کردن، نتیجه رو به اعلیحضرت می دادن، یک نسخرم جهت اطلاع به رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ارسال می کردن. یعنی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران رول بایگانی رو انجام می داد، کوچکترین دخالتی در امور نداشت. اینجا اعلیحضرت می فرمایند همه دستورات از طریق ستاد بزرگ ارتشداران باید انجام شه. ستاد بزرگ ارتشدارانی که سالها از بد و تأسیس هیچ وقت دخالتی در امور سه نیرو و ژاندارمری نداشته، چه چیزی میدونه، چه اطلاعی داره که بیاد اوامر نه تنها اعلیحضرت و ولیعهدش رو یا شهبانو رو که کمتر در امور نظامی آشنا هستند بگیره و ابلاغ بکنه. خب ما دیدیم تیمسار اثاری که سالها بالغ بر 45 سال در نیرو ارتش بودن، وقتی شدن نخست وزیر نظامی و رئیس ستاد بزرگ ارتشداران چی کار تونستن برای کشور بکنن؟ یعنی انتخاب ایشان تسریع کرد نتیجه انقلابو. یعنی اگر به جای ایشون ببخشیه آدم بی سواد گذاشته بودن، ایران به این زودی فروپاشی نمی کرد. پس چطور یکی از این آقایونی که در اون جلسه بودن یک کلمه در این مورد به اعلیحضرت نگفتن؟ این صحبتاتون بسیار 5 سال قبل از انقلاب. چرا در این 5 سال یک بار دیگه اینا رفتن اینو بخونن، تجزیه تحلیل کنن، ببینن آیا وصیت اعلیحضرت قابل اجراست؟ ادامه بفرمایید. ممنونم از شما. حالا جالب اینه که اینجا ایشون گفته تا موقعی که ولیعهد به سن قانونی برسه، مادر ایشون خانم فرح دیبا به اصطلاح نایب السلطنه است، ولی توی مصاحبه ای با خانم باربارا والتر میبینیم که حتی سر موضوع بسیار ساده ای مثل آشپزی و خیاطی و اینها آقای شاه خانم ها رو اصلا قبول نداره. خانم فرح به گریه میفته و خانم باربارا والتر میگه شما ایشون رو به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردی، ولی امروز توی این مصاحبه میگی که خانم ها نمیتونن مثل مردها تصمیم بگیرن. حتما دوستان این ویدیو رو ببینید. من با اجازهتون بخونم.
استخدام میکنه. تکلیف دیگر نیروهای مسلح این است که اگر خدای نخواسته رئیس مملکت بخواهد کوچکترین تخطی یا خودداری از اعمال اختیارات قانونی خودش بکند، قوای مسلح موظف هستند که به او یادآوری بکنند که وظایف قانونی و مصلحت کشور این است که او این که ضد نقیض با اون بالایی دوستان این رو با دقت بله واقعا میگم، نمیدونم به قول شما یه نفر حتی بعدن نرفته به خونه بگه این غلطه، گفته که تکلیف دیگر نیروهای مسلح این است که اگر خدای نخواسته رئیس مملکت بخواهد کوچکترین تخطی یا خودداری از اعمال اختیارات قانونی خودش بکنند، قوای مسلح موظف هستند، ببخشید من خندم میگیره چون واقعا خنده آوره، که به او یادآوری بکنند که وظایف قانونی و مصلحت کشور این است که اون اختیارات را همانطور که الان از طرف من اجرا میشود به مرحله اجرا درآورد. نیروهای مسلح بفرمایید. بله نه بفرمایید. نیروهای مسلح موظف خواهند بود هیچ وقت زیر بار تغییر نظمی که آن نظم ما را به این درجه از پیشرفت و ترقی رسانده نروند، البته بدون آن که حق مداخله در سیاست را داشته باشد. ولی جایی که موجودیت کشور در میان است، شما باید حتما یک تنه و یک سره بیستید. مسلما هیچ یک از فرماندهان این اینقدر بیعقل نخواهد بود که با دیگری برای مقاصد شخصی خود و یا با سیاست مداران بند و بست کنند، به خصوص که ما الان میبینیم که هیچ یک از فرماندهان زیر بار فرمانده دیگر نمیروند و فقط مطیع پادشاه هستند و فقط پادشاه را میشناسند و به خوبی میدانند که در این کشور برقراری دیکتاتوری نظامی امکان ندارد. مبادا در نیروهای مسلح کشور کسی فکر کند که میتواند با بندوبست داخلی و یا خارجی بر کشور مسلط شود. این خیال باطل است. خانواده ارتش وقتی باقی میماند که همه یک پارچه باشند. ببخشید اصلا ایشون مثل که داره با یه سری بچه صحبت میکنه و اونها رو میترسونه، همون ماجرایی که همیشه میگفت اگه من برم ایران ایرانستان میشه، اینجا با یه ترس خاصی ولی با یه زرنگی داره میگه که گوش کنید، شماها هیچ کدومتون نمیتونین اگه من نباشم. متاسفانه توی همین نوشته یک بار دو بار بخونید بعد خودتون پی میبرید که اعلیحضرت از همون موقع قاطی کرده بودن، حرفای زدن. کاش کی قبلا اینو برای خودشون نوشته بودند و بررسی میکردن، کاش که ایشون کسان مورد اعتماد وطن دوستی داشتند که در این موارد به ایشون کمک میکرد. ایشون روی حسن نیتش، روی علاقهی که به کشورش داشت فکرهای میکنن، ولی فکرشون خامه، پخته نیست، قابل اجرا نیست. از یه ور میفرمایند بدون اینکه وارد سیاست شوند. خیر، ارتش جزو سیاسته، مگه ارتش میتونه جدا از سیاست؟ بعد میفرمایند اگر جانشین من یا شهبانو نخواستند وظایفشون رو انجام بدن، شما برید تکلیف کنید که بگید کدوم وظایف. اگر اینها حق دخالت در امور سیاسی ندارن و کار مملکت هم همش سیاسیه، تا امروز هم کورکورانه باید همه چیز رو اجرا میکردن، اطاعت بکنن، از کجا میفهمن چه چیزی غلطه؟ چطور ما نظامی ها نشون دادیم به امور سیاسی وارد نیستیم، یعنی نه اینکه نمیخواستیم، ممنوع بود اصلا آمادگی نداشتیم که چیزی یاد بگیریم. توجه کنید وقتی اعلیحضرت فرمودن در سیاست دخالت نکنید، ما از خدا خواستیم، نفس راحت کشیدیم. الان نباید بریم چهار تا یادداشت، چهار تا کتاب و مطالعه، فارغ التحصیل شدیم. چون ما فارغ نه واقعا عرض میکنم فرماندهان ما دشمن خونی یکدیگر بودند. تیمسار اویسی با تیمسار خاتم
ممکنه ظاهران به هم احترام میذاشتن، ولی شاه هم اشاره کرد اینجا که اینها اشاره کردن. بله. تیمسار رسایی که فرمانده من بود، فرمانده بسیار وطن پرست خوبی بود، واقعا هر لحظه نگران بود که براش بقیه فرمانده های پاپوش درست نکنه. گاهی درد دل با ما میکردن که چه مشکلاتی دارن. همین تیمسار رسایی به آجودان خودش که اون موقع نافسروان نصرالله موقری بود که بعدها شد دریادار و در اینجا ما بهش پدر موقری، آجودانش بود، سپرده بودن. هر وقت آقای اهلم زنگ میزنن بگو ایشون رفتن در سفر، بگو از دفتر خارج شدن. موقری پرسیده بود چرا؟ گفت هر بار ایشون از من یه چیزی میخواد تحمیل به من میکنن، یه پیمان از من میخوان، فلان میخوان. ببینید طرز تفکر چی بوده. ادامه بدید. آقای آریان‌پور متاسفانه وقت نداریم و این خیلی طولانیه و حقیقتا من یاد اون افتادم که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن می‌خندم. دوستانی که این قسمت رو دیدید و شاهد بودید ازتون خواهش میکنم که این وصیت‌نامه رو یا خودتون تهیه کنید یا با آقای آریان‌پور تماس بگیرید بخونید، هفته آینده باز بشینید اینو، مثل که باید مثل کلاس درس چندین بار بیاین توضیح بدید تا هر جمله ایش معلوم بشه. کسی که این بالا میگه شما سیاسی نیستید، پایین یه دفعه میگه اگه من تخطی کردم یا اینها تخطی کردن بیان جلوش وایسید، منی که کورکورانه تا امروز فرمان شما رو اجرا کردم از کجا میفهمم، بر اساس چه بلوپرینتی میفهمم که شما تخطی کردید یا وظایف رو اونجوری که باید و شاید انجام دادید. در صورت دوستان همونجوری که آقای رضا پهلوی هم اذعان کرده و گفته اگر اشکالاتی نبود ما به اینجا نمیرسیدیم، یه مقدار به خودتون لطف کنید، مخصوصا دوستانی که طرفداری پادشاه رو میکنن. گفتم خیلی از اینها خانم هایی هستن که به این دلیل که اون موقع جوان بودن و شاه یک قیافه به اصطلاح چی میگن؟ زن پسند داشته، هالیوود هنرپیشه بوده، اینها این رو کردن اون کیه که میاد دختر سمبول. برای خودشون یه سمبولی ساختن که اجازه نمیدن هیچ کس نزدیک این بشه. بهترین کار اینه که خودتون این بوتی رو که ساختید بشکنید تا ببینید این بوت اصلا قدرتی نداره، بعد بتونید با عقلتون و الا تا روزی که شاه رو با وجودی که مرده شما توی قلبتون نگه دارید و هر کسی خواست حرف بزنه بهش پرخاش کنید، فحاشی کنید، توهین کنید، تهمت بزنید، هیچ قدمی از قدم بر نخواهید داشت و جلو نخواهید رفت. همچنان که در 37 سال گذشته میبینید جلو که نرفتید هیچ، انقدر در جا زدید که یه گودی درست کردید که هر بارونی که میاد تا پاچه هامونم توی اون آب میمونه. من بازم از شما ممنونم، متشکرم و چهارشنبه هفته دیگه منتظر شما هستیم. امیدوارم حکومت دوست... نظامی من اجازه این کارو ده. اینی که میگید حالا ما با یک جوک برنامه رو تموم کنیم. یک آقای آمده یه عکسی گرفته، چون آقای ترامپ میگه که باید مسلمونا رجیستر کنن مثل زمان هیتلر که کلیمی ها روی بازوشون یا روی خونه هاشون علامت میزدن این کار رو انجام بدن. این آقا اومده به شوخی یه چیزی رو نوشته که همسر من مسلمانه و تروریست نیست ولی من ازش خیلی میترسم. حالا ماجرا شماست. سلام ما رو برسونیم. دوستان عزیز آگهی پتروس رو ببینیم و بعد من با شما خواهم بود دنبال برنامه. سوالات پرسشاتون رو با ایمیل، با تلفن، با فیسبوک، دیگه اینقدر وسیله هست که خودتون بهتر میدونید. اگر کسی بخواد کاری انجام بده خواستن توانستن است. بازم از شما ممنون که با ما بودید. بریم برنامه ها رو دنبال کنیم و با هم باشیم. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره.
پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب بینندگان عزیز، سلام مجدد خدمت شما، ممنونم که با ما هستید. و اگر قسمت اول برنامه رو ندیدید، مهمان برنامه ما آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور بودند که در رابطه با وصیت‌نامه سیاسی شاه صحبت کردند. ببخشید من این رو بردارم. بله، عذر میخوام ازتون. اینجا میشیم، از اینجا یکم، این چون سیستم برای موقعی بود که مهمان داشتیم، حالا سیستم ما جای ایشون رو خالی نشون میده. در صورت دوستان عزیز، خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، بریم اون چیزایی که هست، موجود هست، اینها رو پیدا کنیم، بگیریم، جویا باشیم، بخونیم تا یه مقداری بیشتر بدونیم کجا به کجاست و نقل کجاست. و اما امروز چهارشنبه 2 دسامبر هست و داریم با آخر سال نزدیک میشیم و ما هم مثل همیشه احتیاج به حمایت شما. امروز با یه دوستی صحبت میکردم و این دوست رو میگفت که از 12 سالگی روی پای خودش بوده و هیچ وقت حتی از پدر و مادرش نخواسته که کمکش کنن. و بهش گفتم که من به شما به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم و خود من هم همچین به اصطلاح حالتی داشتم. چیزی که هست الان متاسفانه به خاطر این که بتونم تلویزیون مردم رو بچرخونم، مجبور شدم، حتی برای ایشون نوشتم، به گدایی افتادیم. ولی این گدایی هست که افتخار میکنیم. امیدواریم اونهایی که میفهمن ما رو حمایت کنن تا ما از این وضع به اصطلاح بیرون بیاییم. چند نفر بیان بگن ما ماهیانه اینقدر میدیم و ما به خاطر اون قولی که اونها میدن مطمئن باشیم کارمون رو ادامه بدیم، تا اینکه ما هر ماه به قول آمریکایی‌ها اپ اند داون، هی بالا و پایین بشیم. خب دوستان، در چی میگن اوضاع و احوال شما
چی هست و چی میگذره، چه حال چه خبر. آقای پرویز مینویی دیشب لطف کردن با من تماس گرفتن، گفتن که ببخشید دوستان، هفته پیش چهارشنبه ایشون مسافرتی براش پیش آمده به خاطر اینکه اینجا تعطیلات تنکسگیوینگ بوده، ولی فراموش کرده که از قبل به من زنگ بزنه، منم تو برنامه بگم که ایشون چهارشنبه برنامه نداره. ولی دوشنبه وقتی برنامه داشتن برنامهشون رو ضبط کردیم، دیروز تا حالا داره نشون داده میشه در آرشیو یوتیوب به اسم خود ایشون پرویز مینویی هم گذاشته شده و پخش میشه. شما میتونید برید خیلی ساده پرویز مینویی تایپ کنید و ببینید نوشته های ایشون رو. در رابطه با صحبت هایی که تیمسار آریانپور کردن، ایشون همیشه گفته که نظرات خودش رو میگه بر اساس تجربیاتی که داشته، بر اساس تحقیقاتی کرده، اون چیزی که دیده. اگه شما هم تجربیاتی دارین، تحقیقاتی دارین، چیزهایی رو دیدید و مایل هستید در اون موارد صحبت کنید، با ما تماس بگیرید، به عنوان مهمان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. امروز یه دوستی تماس گرفته بود که برنامه‌های مصاحبه‌های آقای احمد علی مسعود انصاری رو دیده و میخواد چند دقیقه صحبت کنه. گفتم خب دوست عزیز، ما که 10 وسیله گذاشتیم. شما با اسکایپ میتونی ویدیو بفرستی، با یوتیوب میتونی ویدیو بفرستی، با تلفن میتونی 10 پیام بذاری، با تلفن دیگه‌ای که داریم 202 میتونی 3 پیام بذاری، با ایمیل میتونی پیام بفرستی. من نمیدونم ما ایرانی‌ها چه، عذر میخوام اینو میگم، چه مرضی داریم که به طرف زنگ میزنیم میگیم ما میخواستیم باهات حرف بزنیم نبودی، حالا به من زنگ بزن تا من حرف بزنم. عزیز من، خانم گرامی، آقای گرامی، حرفتو بزن. مگر شما نمیخوا... حالا میدونم خانم میرو ثقفی داره میخنده میگه سوربی من بهت گفتم این ایرانی ها نمیخوان قبول کنن، تو هی خون خودت کثیف نکن. مگر شما نمیخوای من زنگ بزنم کلی سلام و تعارف کنیم بعد من ساکت باشم شما حرف بزنی؟ خب این کار رو این وایس میل یا دستگاه پیامگیر برای شما به این نحو احسنت داره انجام میده، چرا ازش استفاده نمی کنید؟ چرا قشنگ زنگ نمی زنید بگید که سوربی من برنامه آقای مینویی رو دیدم، آقای مینویی گفت بابا همه زبونهای دنیا پویا هستن. بعد آقای توکلی نادان زنگ زد میگه ما میخوایم فارسی بریم. بعد آقای امید امیدوار زنگ زد میگه ما میخوایم فارسی بریم، یزدی گفتم بس که ما میخوایم به این وسیله از آخوندها و عربا انتقام بگیریم. دوستان ببینید سطح فکر این دوستان چقدره. آقای مینویی از آقای توکلی سوال میکنه آیا شما کشوری رو در جهان میشناسید که فقط زبون خودشون رو، زبون مادری 3000 سال پیش، 7000 سال پیش اونو صحبت کنند؟ بعد میگه ما کاری به اون کشورها نداریم، ما میخوایم همچی کاری بکنیم. چه فرقیه بین آقای توکلی، آقای امید امیدوار و اون کشورهای کمونیستی که میگفتن ما ماشین خارجی نمیخوایم داشته باشیم، فقط میخوایم ماشینای موسکوروچی بود، اوسکوروچی بود، پابدا بود، چی بود، ماشینای آشغال لادا بود، چی بود؟ چه فرقیه بین اینها؟ من نمیدونم. برگردیم باز به پیامگی. شما زنگ میزنیم میگم من برنامه آقای مینویی رو دیدم، آقای مینویی با منطق صحبت میکنه، آقای توکلی بی منطق صحبت میکنه، آقای امید امیدوار احساساتی و بی منطق. وقتی شما احساساتی صحبت کنی از اینجاست، منطق اینجاست. خب برو بالا خونه یکم، برو بالا. در صورت اینم از این اهداء جایزه ادبیات ایرانی بیتا با همکاری قسمت مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد به ایرج پزشکزاد نویسنده دایجان ناپلئون در سال 2014. ممنونم از علی شیرازی عزیز. ولی این ویدیوها و اینا رو ما متاسفانه اگر در برنامه‌مون پخش کنیم بعد چیز یقمون رو میگیره، یوتیوب یقمون رو میگیره و نمیذاره. خب ما باز آمدیم تیتر برنامه پریروز رومون رو اسمش رو گذاشتیم دختر 6 که 2000 جلد کتاب تا حالا خونده، شاید جلد کتاب خونده، همه کتاب رو نخونده.
در هر صورت بعد یکی از دوستان که شاید نخواد من اسمش رو بگم، فقط به اسم کوچیکش بسنده میکنم، آقا مسعود عزیز، نوشته که آقای سوربی، حالا ما افرادی رو میشناسیم که 2000 سالشون شده ولی هنوز 6 تا کتاب هم نخوندن، الان هم در لیبرتی مدتی ادعای نجات، ببخشید مدتی نه، مدعی نجات بشریت است. اول اسمش هم است عباس داوری، اول اسمش هست. بعد ایشون نوشته که آقای سوربی، باقی دنباله مطالب برنامه‌ت رو با یکی از دوستان گوش کردیم. به غیر از این که ما ایرانی ها میگوییم فارغ التحصیل شدیم بعد از اتمام مدرسه یا دانشگاه، که یعنی دیگه حالا تحصیل کلن تمام و باید بریم یک کار دیگر، بریم کتابا رو بندازیم دور، میگه ما ایرانی ها یک کار دیگر هم میکنیم. ما تنها ملتی هستیم که وقتی مهمان داریم و میخواهیم به او خیلی ارج و قرب بگذاریم، میگوییم بلند شو شلوارتو درا. البته بنده مدت هاست چنین چیزی نشنیدم و به کسی هم نگفتم، ولی دوستمان اینجا هنوز این توریست، دیگر چه باید کرد؟ این راست میگه. من رادم توی مهمونی ها برای که شلوار بیرون چروک نشه، عقلمون نرسیده بود صندلی بذاریم، هر روز رو زمین می نشستیم، ولی می گفتن آقا بعد بیشتری ها زیر شلواری، زیر شلوارشون واقعا زیر شلواری بود. اصلا به این خاطر هست که کلمه تنبون عوض شده به زیر شلواری. بله، Can Washington separate its Iran policy from Israel؟ میگه که این آقای تریتا پارسی از نیاک یه مقاله رو نوشته، خیلی جالبه، نوشته که فکر میکنید که آمریکا دیگه رسیده به جایی که این پالیسی یا دیپلماسی ایران رو از اسرائیل جدا کنه و خودش رو از این منجلابی که توش اسیر کرده بیرون بکشه؟ از آقای تریتا پارسی خواستم که یه مصاحبه با هم داشته باشیم. میدونید الان دیگه ایام تعطیلات آخر سال، کریسمس، دید و بازدید و اینا هست و اینها هم مشغول هستن. حالا اگر فرصتی پیش بیاد به اصطلاح با ایشون از طریق اسکایپ یا از طریق حضوری مصاحبه خواهیم داشت. و اما حتما شما اون شعر معروف داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری رو شنیدید، حالا یا همش رو بلدید یا فقط همون یه چی میگن دوتا مصرع، یه بیت اولش رو بلدید. داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، کلفت خانه ز دستش به امان، پشت کالسکه مردم می جست، دل کالسکه نشین را می خست، هر سحرگه دم در بر لب جو بود، چون کرم به گل رفته فرو، بس که بود آن پسر خیره و بد، همه از او بدشان می آمد، هرچه می گفت لله لج می کرد، دهنش را به لله کج می کرد، هر کجا لانه گنجشکی بود، بچه گنجشک در آوردی زود، هرچه می دادند می گفت کم است، مادرش ماد که این چه شکم است، نه پدر راضی از او نه مادر، نه معلم نه لله نه نوکر. ای پسر جان من این قصه بخوان، تو مشو مثل علی مردان خان. اون وقت توی پرانتز نوشته رضا پهلوی. این دوستان هم یا به اصطلاح طبع شعر دارن یا اگر ذوق و طبع شعر ندارن، اون حالت طنز هر جا که میخوان یک کسی رو به اصطلاح با یه شعری ادغام میکنن و تحویل من و شما میدن. و اما تهمینه میلانی، این کارگردان ایرانی فیلمساز، قشنگ گفته و نوشته، گفته که برهنگی گلشیفته رو خیلی ها تشویق میکنن، خیلی ها تحلیل میکنن، خیلی ها فوش میدن، خیلی ها هم ازش جوک میسازن، اما من فقط نگاه میکنم. من جز به اون دست مردمم که اگر نه موافقم نه مخالف، فکر میکنم شاید اصلاً به من ربطی نداره، اصلاً به ما ربطی نداره، مگر داستان اون بچه بی لباسی که شبا تو خیابونهای شهر از سرما میلرزه به من و تو مربوط بوده.
مگه داستان اختلاس و تقلب و دزدی ها به ما مربوط بوده؟ مگه اون خط فقری که هر روز افتاده دنبالمون تا مردم بیشتری رو به زیر بکشه به ما مربوط بوده؟ مگه وقتی که سرانه مطالعه کشور 2 دقیقه در روز شد به من و تو مربوط بوده؟ مگه داستان اسید پاشی ها به ما مربوط بوده؟ مگه جنگ و نفت و سیاست و داعش و هزار کوفت و زهرمار دیگه به ما مربوط بوده؟ حالا یه بابای اون سر دنیا واسه فکر خودش لخت شده به ما مربوط باشه؟ ما کلن سرمون زیاد گرمه، حواسمون خوب پرت میشه، مغزمون پوکه، چشامون کوره، گوشامون کره، دست و پامون لمسه، اما تا دلت بخواد دهنمون بازه واسه حرف مفت، واسه تحلیل آبکی، واسه مردباد. دلم گرفت وقتی شب خبر خرید 40,000 خشت طلا و اختصاص 2,500 میلیارد تومان توسط دولت روحانی جهت اطبات عالیات از دلارهای آزاد شده به واسطه توافق اختصاص یافت. ولی من 2 سال نتوانستم دختر 5 سالم را با یک جفت گوشواره شاد کنم. افسوس که 20 سال گفت وقتی خانم تهمینه میلانی اینو بگه دیگه خیلی یعنی وضع خرابه، کارگردان و اینجوری، البته خب خودشون ایشون جای مردم میذارن. افسوس که 20 سال گفتیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و به شکم‌هایمان سنگ بستیم، اما 1 ریال از این پول آزاد شده به من و توی هموطن نخواهد رسید. آن وقت موقع پرداخت 45,000 تومان یارانه لعنتی گوشت تنمان را باید 100 بار بریزند تا پرداختش کنند. چه کسی اجازه به رئیس دولت خودخوانده تدبیر روحانی داده میلیارد میلیارد دلار و خشت طلا راهی کشورهای دیگر کند؟ آن وقت در ممالک فرنگ بیدین رئیس دولت جرأت نداره میلیون دلار بدون اجازه از 10 نهاد به کشوری ببخشد. فرستادن خشت طلا و دلار روابخانه به مسجد و قبور زیارتگاه ها از نگاه انسانیت غیر قابل قبول است و ما را نکه به خدا نزدیک نمی کند که فرسنگ ها دور شدیم و دوباره هم دور. دیکته سال 1394 سر سطر بنویس جوانها در زندان. ببخشید این پرید رفت بالا. سر سطر بنویس جوانها در زندان، دختران حامله، مادران دغمرگ، پدران سگدو برای نان. بنویس بابا نای نان دادن ندارد، بابا کار ندارد، بابا سهمی برای استخدام ندارد. بنویس آن بچه سرطان دارد، هزینه هر آمپولش بیشتر از 1,000,000 تومان است، خانه آنها پایین شهر است، اشک چشمهای مادرش مروارید دارد. بنویس تلاش ما بی ثمر است، صاحب خانه بابا را جواب کرد، حاج رحیم برای چندمین بار به حج می رود اما بابای من پول قبض آب و برق را ندارد. بنویس نماز قضا دارد اما سفره ما قضا ندارد. بنویس اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع می کنند اما سقف خانه ما چکه می کند. بنویس پسر همسایه ما از گرسنگی مرد اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند. بنویس در سرزمین من همه یا سنگ می فروشند یا سنگ می زنند یا سنگ می اندازند یا سنگ دلند. بنویس مادران داغدار، پدران بیمار. بنویس پدر 60 سالم نگهبان ویلای آقازاده 20 ساله شده است. جوانهایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند. دخترهایمان از نداری خود را آلوده هوس نامردان می کنند. بنویس در سرزمین من اگر از حق خود دفاع کنی اعدام می شوی. بنویس زندگی من چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد. برگه ها بالا. این هم نوشته خانم تهمینه میلانی بود. البته بهتون بگم این روزا هر کسی هر چیزی می نویسه اسم یه آدم معروفی رو میذاره زیرش. اون بنده خدا بعض وقتا میگه بابا اصلا من همچین چیزی نگفتم ننوشتم، ولی خانم تهمینه میلانی از اینکه با مردم هست و درد دل مردم رو حس میکنه من هیچ شکی ندارم. و اما
آقای مهدی ذوالفقاری که من حتی امروز هم ازش خواهش کردم این خبرها رو که میفرستن اولا سرتیتر خبرها یا هدلاین رو به عنوان هدلاین نیوز، شما دوستان اگر یکیتون واردید این کار انجام بدید هدلاین نیوز رو بخونید، سرتیتر رو، بعد یه چند تا خبر رو که دوست دارید اون رو تشریحش و مشروعش رو بگید تا ما روزی 5 دقیقه 10 دقیقه خبرها رو پخش کنیم. و ایشون نوشته که یه شعر جالبی، البته ایشون گفت من همیشه در خدمت هستم ولی من به این صورت نمیخوام، میخوام یه نفر تعهد کنه که دو روزی یه بار این خبر دو روزه رو قشنگ برای ما به صورت خلاصه اهم اخبار و بعد مشروع اخبار بگه و پخش کنه. ایشون نوشته که تقدیم به تمام دوستانم، کاش میشد خنده را تکثیر کرد، کاش میشد عشق را تبخیر کرد، کاش میشد زندگی تحریر کرد، کاش میشد عذر یک تقصیر کرد، کاش میشد عشق را تقدیر کرد، کاش میشد نقص ها تعمیر کرد، کاش میشد نیمه ها تکمیل کرد، کاش میشد قصه ها تقلیل کرد، کاش میشد مهر را تجلیل کرد، کاش میشد شعر را تحلیل کرد، کاش میشد دردها تقسیم کرد، کاش میشد هدیه ها تقدیم کرد، کاش میشد قفل دلتنگی شکست، کاش میشد درب تاریکی گسست، کاش میشد بین مردم بود و زیست، کاش میشد بین مردم بود و زیست، کاش میشد مثل بارانها گریست، کاش میشد از مسیر یار رفت، کاش میشد از پس دیوار رفت، کاش میشد با دلی خوش زنده بود کاش. اسم شاعر رو هم ننوشتم. خب مردی که از دنیای تکنولوژی شوکه شد، مردی که پس از 44 سال از زندان آزاد شد از دیدن پیشرفت‌های تکنولوژی در دنیای دیجیتال شگفت زده شد. به گزارش مهر ایندیپندنت نوشت اوتیس جانسون زندانی هست که اخیراً پس از 44 سال حضور در زندان از حبس آزاد شده است. وی زمانی بازداشت شد که 35 سال داشت و اکنون 69 ساله است. پس از خروج از زندان متوجه شد که دنیا با آنچه که او در سال 1975 دیده بوده کاملاً فرق کرده است. جانسون اخیراً در بازدید از میدان تایمز نیویورک از مشاهده حجم فناوری دنیای مدرن در اطراف خود گیج و متحیر شده است. وی مردمی را که هر یک سیم‌هایی به گوششان وصل بوده و در حال گوش دادن به موسیقی بودند همانند ماموران CIA می‌دید یا تصور کرده عابرانی که با آیفون‌های خود در حال حرف زدن هستند با خودشان صحبت می‌کنند. بیلبورد‌ها، این تابلوهای آگهی‌های بزرگ، بیلبورد‌ها، ویدیوهای نئون که در جای جای میدان هستند نیز یکی دیگر از دلایل تعجب وی بودند. همینجا داشته باشید دوست عزیز، در آمریکا الحمدلله ما زندان نرفتیم ولی تا اونجایی که ما فیلماشو میبینیم درسته زندانها اوور پاپولیشن هستن، یعنی تعداد زیادی تو زندانن اینها هستن، ولی زندانها وسایل ورزشی دارن، کافتریا دارن برای خوراک خوردن، جا دارن برای فیلم نگاه کردن، تلویزیون نگاه کردن. من نمیدونم این گزارشگر مه این آقا رو کجا دیده. بعد درسته فیلمایی که اونجا نشون میدن ممکنه واقعیت زندگی بیرون نباشه، فیلمای چند سالی قدیمی باشه، ولی تکنولوژی هم یه دفعه اینجوری نشد که ما بخوابیم صبح که بلند شیم خودمون، من حساب میکنم خودم سال 86 که آمدم آمریکا بنده هنوز دستم به کامپیوتر نخورده بود، تنها یه دونه جوک از آمریکا برای من دوستم آقای علی قاسمزاده فرستاده بود که اینجا کامپیوتر میخوند، گفت کامپیوتر، رفتم بهش فوش دادم، کامپیوتر به من گفته ببخشید من منظورتو متوجه نمیشدم و منم هی فوشش دادم هی خندیدم. یعنی برداشت من و آشنایی من با کامپیوتر این بوده. سال 86 ما یه کامپیوتر خریدیم، فکر کردیم کامپیوترم تا می‌خریم یک شبه تمام حساب کتابامونو درست می‌کنه، بعد دیدیم نه بابا اینجوری نیست، این کامپیوتر شما باید بشینی ساعت‌ها حساب‌ها رو وارد کنی تا بعداً تو یه دقیقه 5 دقیقه اون حساب‌ها رو هر وقت خواستی بهت بده، اونم به
شرطی که شما بدونی اینها رو کجا گذاشتی، مرتب باشی، نظم داشته باشی، ترتیب داشته باشی. حالا شما به من بگو شهرام عزیز که این ایمیل رو فرستادی، آیا این آقا داره دروغ میگه یا راست میگه؟ اصلا همچین چیزی میشه که این آقا رو فرستاده باشن تو خیابون و ایشون بیاد؟ نمیدون. خب کاکا جان با سلام. بله، نوشته که دلم برایت تنگ شده و خیلی وقت است از تو خبر ندارم. این هم اثبات حرف من و رابطه مستقیم رزمارا با رژیم. رزمارا در تلویزیون رژیم برنامه اجرا کرد. نه عزیزم بابک جون، همین جوری که در برنامه اول هم توضیح دادم، میدونید من با آقای منوچهر رزمارا میونه خوبی ندارم. باور دارم ایشون به دلیل ترسی که تو وجودش بوده همیشه، هم از زمان شاه، هم بعدن با آقای شاپور بختیار، هم حالا که 77 سال یا 80 سالش، الان 80 سالش هم هست، ایشون آدم مستقلی نیست. ولی این دلیل نمیشه که ما بیایم یه چیزی رو دروغ بگیم. بابا این بیچاره نرفته با تلویزیون رژیم همکاری کنه. خود من بارها گفتم آقایون، خانما، اگه تلویزیون رژیمم آمد باهاتون مصاحبه کنه، مصاحبه کنید، حرفتون رو بزنید، حرفتون رو یه جوری بزنید که اینا اگه از سر و دم و وسطش هم بزنن باز مردم بفهمن که شما میگید آقا این رژیم دیکتاتور. خود من اینجا، یه نفر از کانادا آمده بود و میگفت هر کسی که اینجا معروفه، مشهوره، ما اون موقع مشهور بودیم توی این منطقه، ما باهاش مصاحبه میکنیم. گفتم این مصاحبه ها رو برای چی میخواید؟ و اون گفت من فریلنس هستم. فریلنس یعنی این مصاحبه ها رو انجام میده، زنگ میزنه به آقای ستار دلدار، الان دیگه مثل که نیستش ستار دلدار، بالاخره عاقل شد فکر کنم، رفته با خانمش تو کار بیمه و اینها. من برعکس، من کار بیمه و اینها بودم، ول کردم اومدم تو این کار، شما عاقل شد. یا میره با آقای شجره، یا میره با آقای شهرام همایون، یا میره با آقای شیه این پرویز کاردان دورمانی، اینا میگه آقا من 30 تا فیلم درست کردم، مصاحبه های نیم ساعته، اینم کیفیتش، این فلان، اونا مثلا 30 تا 500 دلار به این میدن، که اصلا تلویزیون های ایرانی همچین بودجه ندارن، خرج نمیکنن. میگن ما چرا به تو بدیم؟ میریم رو از روی اینترنت میدزدیم، قشنگم تو چشم نگاه میکنن، میگن ما چرا به تو پول بدیم؟ وقتی گذاشتیش اونجا میریم میدزدیم ازت. اینا رو میفروشن به صورت فریلنس. حالا اگر آخونده اینا رو میخره، سوربی رو تو ایران نشون میده که سوربی میگه بابا این آمریکا هم آمریکایی نیست که ما فکر میکردیم، و این آمریکا همون آمریکایی که تو ممل آمریکایی بهمون نشون داده بودن، اینو شما نمیتونی بگی بفرما سوربی هم تو رژیم جمهوری اسلامی، در صورت هر جوری که دوست دارید. و اما American Iranian Council، شورای ایرانی آمریکایی‌ها، که این رو آقای امیر احمدی، هوشنگ امیر احمدی داره، 25مین سال خودش رو جشن میگیره و از شما هم میخواد که دونیت کنید، باش همیاری کنید. و یکی دیگه از چیزایی که الان میدونید داریم به انتخابات سال 2016، یک سال دیگه هنوز مونده، نزدیک میشیم و این انتخابات شور و هیجان خودش رو گرفته، از طرفی این نمایندگان هم یا کاندیدا و نامزدا هم چپ و راست هی به شما و من یه خبری رو میدن، بعد میگن حالا به ما پول بده، اگه این چیزی که گفتم دوست داشتی، خوشت اومد، بیا به من پول بده. آقای برنی سندرز میگه که ما پول نداریم ولی ما مردم رو داریم، بعد بلافاصله میگه حالا یه پولی بده به من. خب آقا اگه شما مردم رو داری کافیه و منم طرفدارتم، دیگه چرا 15 دلار و 5 دلار و 3 دلار میخوای ازم بگیری؟ و اما The President Obama، بله میدونید که الان این ماجرای انفجارا و کشتاری که در فرانسه شد، خیلی ها هنوز دارن صحبت میکنن و خیلی ها میگن آقا خب این چه فرقی داره خون فرانسویه با خون اون افغانی، با خون اون عراقی، با خون آن که در بیروت و لبنان بوده، چه فرقی داره؟ میدونید که همین چند مدت پیش بود که یه هواپیمای آمریکایی بیمارستان افغانستان، عروسی افغانستان، مدرسه افغانستان، اینها رو زد و هی به آقای اوباما میگن بابا جون شما باید هم عذرخواهی کنی، هم یه هیئتی رو به اصطلاح مسئول کنی که رسیدگی کنن به این
independent investigation، یعنی یه هیئت بررسی بازرسی که وابسته به هیچ کس نباشن. ولی اوباما هم بلند میشه میره برای خودش فرانسه، اونجا به قول دوستان این همه اینا خودشون هواپیما و ماشین و آدم و اینها مصرف میکنن و میرن، ولی خبری نمیشه برای اینکه جلوی به اصطلاح گرم شدن کره زمین یا تغییر هوای کره زمین رو بگیرن. فقط به قول معروف هر سال اونجا جمع میشن، یه مش حرف میزنن، یه مش هم خوش میگذرنن و بر میگردن، که بعد از خوشگذرونی ها معلوم میشه کدوم رئیس جمهور نمیدونم با کدوم معشوقه اونجا بوده و بعد که زنش ازش جدا میشه و الی آخر. یه سری عکس هایی رو یکی از دوستان برای من فرستاده، عکس های دیدنی، مثلا تو این عکسی که بذارید شاید اینجوری بهتون نشون بدم بهتر باشه، چون این عکسایی که برای تلویزیون میفرستید دوستان باید تلویزیونی که ما سر و ته نمی‌کنیم از اون وری نشون بدیم، از این وری نشون میدیم، پس عکس‌ها رو باید اندازه کنید در فرمت‌ها یا در قاب این تلویزیون جا بگیره. از راست به چپ فریدون جم، شمس پهلوی، بهجت مشار یا مشار، علی ایزدی از همراهان رضا شاه پهلوی هنگام تبعید در جزیره موریس. و اما این یه عکس اینجا میگه که از راست شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علی محمد قوام در سال 1319. عکس بعدی، این اینترنت واقعا نعمتی بود، این عکسایی رو که ممکن بود هر کسی توی یک کتابخونه‌ای توی کتابی دیده باشه یا خودش توی به اصطلاح کاغذ و کتاب‌های پدرش و اینها داشته باشه، اینها رو در عرض یک دقیقه شما میتونید با دیگران در میون بذارید، اونها هم میفرستن. شما از این خط‌های آبی که بغل این عکس‌ها می‌بینید، این نشون میده که این عکس‌ها چند بار به این ور و اون ور به اصطلاح منتقل شده، فوروارد شده. دیدار شمس پهلوی و مهرداد پهلبد با محمد رضا پهلوی قبل از عقد رسمی. از راست مهرداد پهلبد، توران امیر سلیمانی، شمس پهلوی. بیخود نیست این آقای امیر سلیمانی اینقدر سنگ شاه رو به سینه میزد. توران امیر سلیمانی، شمس پهلوی، تاج الملوک پهلوی و محمد رضا پهلوی. و به نظر میرسه که تو این عکس شاه سیبیل داره ولی سیبیل نداره، ماشاءالله از بس دماغش گنده است، دماغش سایه انداخته روی پشت لبش و مثل یک کپر یا اینجا میگن کنوپه. شمس پهلوی و ستار، ببخشید، و پرستار مخصوص میمونهایش. ایشون از قدیم میمون دوست داشت. نمیدونم، فکر کنم شمس پهلوی فوت کرد ولی اشرف هنوز در نیویورک زنده است. مطمئن نیستم، اینها مثل فیلن، مرده و زنده شون هیچ خاصیتی نداشت و هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی برای ملت نمی کنه. از راست علی ایزدی، مهرداد پهلبد، شمس پهلوی از همراهان رضا شاه پهلوی در جوهانسبرگ. و اما این پایین تر هم مسافرت شمس پهلوی و مهرداد پهلبد به واتیکان. از راست مهرداد پهلبد و شمس پهلوی. اینجا هم شماره گذاشته از بس که شلوغه، نوشته جشن سالیانه کانون بانوان ایران خرداد 1327. نوشته 1 جم بانو، 2 محمود جم، 3 شمس پهلوی، 4 شهناز پهلوی. روی اینها با به اصطلاح قرمز نوشتن. اگه خواستید این عکس ها رو، ما هرچی میگیم روزانه 20 تا 30 تا برای اون ایمیل میاد که آقا اون عکس رو بفرست، اونو بفرست، ولی هرچی میگیم حمایت کنید، هیچ که حتی وقتا میگفتن پیشونیش هم عرق نمیکنه. چرا پیشونی عرق میکرد؟ از شرم بود یا از گرما؟ مهرداد پهلبد و شمس پهلوی، زیرنویس عکس هم این بوده: به رسم یاد بود به خاله عزیزم فخرالملوک اهدا شد شمس. خب و اما شمس پهلوی در کشور اردن، ملک حسین پادشاه اردن و شمس پهلوی. ملک حسین کسی بوده که انقدر به شاه میگه که بیا با مردم
بریم صحبت کنیم، رو راست باشیم، توی بازار بریم، بیا اینجور اونجور، و شاه نمیره که یه دفعه عصبانی میشه از دست شاه و یه مدتی مثل این که باهاش قهر میکنه. ولی کسی بود که تا آخر عمرش به اصطلاح با ایرانی ها بود، حتی عکس‌های زیادی هم هست که با شاه و آقای احمدعلی مسعود انصاری و اینها در بابل و در اون شهرهای ساحلی دارن شنا میکنن و قایق سواری میکنن. جلسه هیئت مرکزی جمعیت شیرخورشید سرخ ایران به ریاست شمس پهلوی، عکس ها هم باز شماره گذاشتن، 1 شمس پهلوی، 2 فریده دیبا، مادر فرخمانم نمیدونیم چه مقامی داشته که اینها، یا خود شمس پهلوی چه سوادی داشته، چه مقامی داشته از لحاظ دانش که این رو گذاشته بودن در به اصطلاح صدر جمعیت شیر و خورشید. جمشید آموزگار، محمد رضی ویشکاکی، حسین خطیبی، مهرداد پهلبود. باز هم اینجا شماره گذاری کردن. آبجو مجیدیه، بازدید شمس پهلوی از کارخانه آبجوسازی مجیدیه، فریده دیبا، شمس پهلوی، شهرآزاد پهلبود، قدسیه ارجمند مسعودی، عباس مسعودی. ببینید دوستان، وقتی که تو وصیت‌نامه شاه میخونید ضد و نقیض میبینید، اینجا هم شما ضد و نقیض میبینید. این خانواده و خانواده‌هایی که نزدیک شده بودن، اینها خودشون هیچ وقت نتونستن بگن ما اینجوری فکر میکنیم، مجبور بودن یه سری تظاهر کنن به خاطر حکومت، یه سری هم زندگی معمولیشون بود. این بود که اینها آدمای دو شخصیتی شده بودن. آدمای دو شخصیتی اصلا اینجا میرن دکتر، دکتر بهشون قرص میده، دکتر بهشون به اصطلاح نشستهای روانشناسی میده تا اینها چجوری بفهمن کدوم شخصیتشون اصلیه و برن دنبال اون شخصیت. وقتی شما خانم فریده دیبا رو اینجا میبینی، آبجوسازی مجیدیه، بعد همین خانم فرح دیبا و حتی شاه رو میبینی که به حج میرن، این دوگانگی هست. این اون چیزی هست که خمینی با زیرکی خاصی یقه شاه رو گرفت، گفت تو نمیتونی شاه حکومت مشروطه باشی که 4 آخوند میگن تو باید شیعه باشی و قبول کردی و قسم خوردی، ولی بیای با زنت شراب و شامپاین به سلامتی کارتر ببرید بالا. شمس پهلوی این هم عکسش. ولی کلن اینها بیچاره ها واقعا زندگی زناشویی خوبی هم نداشتن. چقدر مرگ و میر داخلشون بوده، قتل هایی که یعنی از بین رفتن، حالا یا با هواپیما یا با کایت و اینها، که پشتش یه ماجراهایی هم هست. اینجا بهش میگن کانسپیرسی یا دسیسه. جشن ازدواج شهرآزاد پهلبود و هاوارد باریس از اتباع کشور انگلیس، از راز شهرآزاد پهلبود، عبدالرضا پهلوی، هاوارد باریس پهلوی، شمس پهلوی، تاج الملوک پهلوی، محمد رضا پهلوی و فرح پهلوی. این تاج الملوک این خواننده‌ای آمریکایی چه عینکی زده. خب خیلی خوشگل بوده اون موقع. این هم جشن ازدواج بود و رفت. و حالا شهرآزاد پهلبود و همسرش هاوارد باریس و عده‌ای از بستگان اعضای خانواده ایشان در یک مهمانی از راز شهریار پهلبود. عکس‌ها زیادن، اجازه بدید به همینجا بسنده کنیم، برگردیم به استودیوی جهانی 24 ساعته خودمون و بریم نوشته های دیگر رو بخونیم. ساعت 3:45 است. من معمولا سعی میکنم برنامه هام 90 دقیقه بیشتر نباشه، ولی امروز چون مهمان عزیز و گرامی داشتیم به نام آقای آریان پور و از گفته های ایشون و تجربیاتشون استفاده کردیم، چند دقیقه هم بیشتر میریم تا ساعت 4. امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر آقای مینویی برنامه دارند و من هم برنامه ها رو هر وقت صدا و تصویر درست باشه پخش میکنیم، هر وقت نباشه ضبط میکنیم، بعدا صدا و تصویر رو یک کمی بالا و پایین میکنیم. این آقای مینویی خیلی هم خرج میکنه، وسایلی که داره وسایل خوبیه، ولی بعضی وقتا میکروفونش رو فراموش میکنه بالا بذاره، بعضی وقتا دوستانی که در اتاق کنترل هستن، والا این اتاق فرمان نیست، ما هیچ جا ندیدیم بگن اوردر روم، میگن کنترل روم، یادشون میره به اینها بگن. و به خاطر همینه که مثلا شما متوجه میشید وقتی آقای پرویز مینویی حرف میزنه، هر وقت که حرف نمیزنه این صدا بیلداپ میشه و این صدا رو اینها اگه بلد باشن، حالا اگه فیلتر هم نخرن، این دستمال هایی هست که عینک رو باهاش تمیز میکنید دوستان، مثل این
این رو شما اگر روی میکروفون بذارید یه لایه فیلتر درست میکنید که اگه یه جایی باشید، موتوری بغلتون باشه، کامپیوتری بغلتون باشه، توی خیابون باشید، یادتونه خواننده های کاباره برای که این میکروفون توف نفر قبلی به دهنش مالیده نشه دستمالش از جیبش در میآورد میذاش روش، حقیقتاً بدونی که بخواد یه فیلتر درست میکرد. حتما تو تلویزیونای اروپایی، آمریکایی، تلویزیونایی که سرشون به تنشون میارزه دیدید وقتی که یه گزارشی رو از توی خیابونی تهیه میکنن، آقای حسن خواجه عبداللهی، اینها چه کار میکنن؟ اینها میان و یه دونه فیلتر بزرگ، مثل یه بستنی بزرگ ولی پشمالو، بستنی پشمالو تو حالا خوردید، مثل اون میذارن سر میکروفون که وقتی اون خانم صحبت میکنه مجبور بلندتر صحبت کنه تا صداش توی این میکروفون بیاد، ولی حسنش اینه که شما صدای ماشین و دوچرخه و اینایی که تو اون خیابون هست، صدای باد و اینها رو نمیشنوی. آقای زرقانی عزیز، مهندس حسن خواجه عبداللهی، این درسی رو که من به شما مجانی میدم، 3 ماه باید بری کلاس، یه تیکه کاغذ هم بهت میدن تا یاد بگیری چجوری آدیو رو خوب داشته باشی، چجوری نور و تصویر و صدا رو خوب داشته باشی. ما مجانا در طبق اخلاص میذاریم، تازه میگیم بیا ویدیوت هم نشون بده، شما میگی برای من مجانی بذار. وقتی درسم تموم شد، وقتی درست تموم شد شدی دکتر، که دیگه به ما محل نمیذاری، میری با دکترا میپری. خب بله، خانم ایمی گودمن، میدونی که یکی از اون برنامه گذارایی هست که من برنامه هاشو دوست دارم، ازش یاد میگیرم. و نگاه کنید، نه کسیه که جراحی پلاستیک کنه، نه کسیه که به خودش آرایش اینجوری اونجوری بست کنه، و میاد حقیقت رو میگه، برنامه هم اجرا میکنه در تلویزیون و برنامه به نام دموکراسی ناو. ولی دوستانی که به تلویزیون های ایرانی نیشخند میزنید، چی میگید؟ پوزخند میزنید، مسخره میکنید که ای بابا مگه کسی گفته بود شما تلویزیون باز کنید که به مردم میگید پول بدید؟ ببینید، تلویزیونایی که مستقل هستن به مردم میگن پول بدید. تلویزیون دموکراسی ناو، ببینید این قشنگ، این پایینش نوشته دونیت تودی، دونیت کردن یعنی همیاری، یعنی پول دادن، یعنی بخشیدن. نوشته که اگر میتونید $75 یا $150 بدید. حالا شما اگه برنامه رو استفاده میکنید، وظیفتون هست که به اینها هم کمک کنید. اگه برنامه های ما رو هم نگاه میکنید، وظیفتون هست که به ماها هم کمک کنید. دوست دارید کمک کنید، دوست هم ندارید بشینید تو مهمونی ها بگید بابا یه مشتی گدایی. نه، تمام اینایی که تو تلویزیون کار میکنن از شما، نمیخوام بگم از لحاظ پول، ممکنه پول بیشتر داشته باشن، ولی از لحاظ مرام اعیان‌تر است. آخه اعیونی و گدایی به مبلغ جیبت نیست که. دیدید دیگه، آقای تیمسار آریانپور توضیح میداد که تیمسار ایادی میگه این آقا خسیس بود، این آقا پول جمع کرد، آخرش به کجا رسید؟ آخرش هیچی نداشت. اینجا وقتی مرد میگفتن به وضع بدی، به فلاکت افتاده. که اینجا سوال باید بشه از این دوستان بهایی، مگه شما این خانه نمیدونم بیت العدل و فلان اینا کمک نمیکنه اگه یه کسی وضعش خوب نباشه؟ و اما یادتونه از قدیم تو بازار، تو مغازهات، فروشگاه‌ها که میرفتیم یه عکسایی رو میذاشتن، یکی عکس حضرت علی بود، یکی عکس حضرت محمد. حضرت محمد چون زنباز بوده ماشاءالله، خیلی چشمش و ابروش و اینها رو قشنگ و سیاه و اینها میکردن. حضرت علی یه کمی یوغورتر بود، یه شیری نشسته بود زیر پاش، و اینم یه شمشیر، همون شمشیر ذوالفقار، یه شمشیر دونوکی درست کرده بود که به هر کی میزد پدر صاحب بچه رو در میبرد. حالا دیگه دوره شمشیر هم گذشته، میگن ظهور امام زمان یا علی زمان این هست که به صورت میبینید کلاشینکوف دستشه. ببخشید، من یک جرعه چای خوردم که این گلوی ما دیگه خشک میشه از بس حرف میزنی. بله، ممنونم از شما و دوستان. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. و حضور گروهی از جدا شدگان مجاهدین در دفتر کمیساریا در پاریس در حمایت از خانواده ها، چقدر خوشحالم که اینها تونستن از اشرف و از لیبرتی بیان بیرون و دیگه فقط این نباشه که مجاهدین به دلیل پولهای بی حد و حصری که خرج میکردن فقط زبان داشته باشن، صدا داشته باشن، تلویزیون داشته باشن. الان
هر کدوم از این دوستان خودشون یه رسانه هستن و رسانه‌های مثل تلویزیون مردم هم در اختیارشونه تا این صدایی که سالها در گلوشون خفه شده بود امروز بتونن به گوش شما برسونن و شما رو به قضاوت و دادخواهی بطلبن. این رو هم آقای حسین نژاد فرستاده، به ایشون هم تبریک میگیم. حضور گروهی از جدا شدگان مجاهدین در دفتر کمیساریا در پاریس در حمایت از خانواده‌ها. و اما ایران شهر نیوز یک خبری رو من براتون بخونم، خبرگزاری ایران شهر. بله، این یک مدیر ایرانی اشتباه کرده و خود این باز دلیلی بر اون حرف من میشه که درسته و میگم مهم نیست شما چند سال در کشورهای خارجی باشید، همیشه وقتی که صحبت میکنید ما یه مقداری مشکل داریم، بعضی چیزها رو یه دفعه ترجمهش رو میخوایم کلمه به کلمه جاش بذاریم، اینها مشکل پیش میاد. اشتباه مدیر ایرانی آمریکایی اپلیکیشن تندر، گاف کلامی یا تفکر جنسی. ایشون در صحبتی که داشته انجام میداده روز دوشنبه، گویا قبلا هم همچین گافایی داده بوده، میگه که یه جایی به جای یه کلمه‌ای برای اونهایی که از نظر جنسی به تفکر و هوش افراد کشش دارد، میگه که تصادفاً از کلمه سادومی یا معنی لواط استفاده میکنه. این مصاحبه درست یک روز پس از این منتشر میشود که مچ گروپ، شرکت مادر چندین شرکت به اصطلاح دیتینگ یا زوجیابی از جمله تندر، سهام خود را در نزدک بازار سهام نیویورک عرضه میکنن. میدونید که این شرکت ها دیده بودید تو ایران هم مینوشت شرکت سهامی با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی فلان، اینا اینجا شرکت ها وقتی شروع میکنن بزرگ میشن پولدار میشن، میان سهامشون رو به دیگران میفروشن و مردم رو که همون پابلیک عموم هستن دعوت میکنن که سهام اینها رو بخرن. شما اینجا میتونی بری کوکاکولا، سهام کوکاکولا رو بخری، میتونی بری شرکت جی ام جنرال موتور سهامش رو بخری، میتونی بری ای او ال بخری و خودت رو صاحب اونها بدونی. البته ما ایرانی ها همه کارمون خرابه، یه دوستی داشتیم سالها پیش این کارهای بساز و بفروش یا به قول دوستمون این ریمادلینگ رو میگو ریدمالی، میگفتیم ریدمالی چی؟ میگو این ریمادلینگی که این دوستان ایرانی میکنن هیچ فرقی با ریدمالی نداره. و این رفته بود یه چند تا سهام خریده بود از هوم دیپو، ما رو به زور مجبور کرد دیگه، برای که بگیم بابا دست از سرمون بردار، ما هم رفتیم خریدیم، چشمتون روز بعد نبینه. همون موقع تا ما خریدیم $60، یه هفته دو هفته بعد شد $30 داشتیم سنکوب میکردیم. صبح تا صبح روزنامه رو باز میکردیم، اول میرفتیم تو این قسمت استاک دنبالش میگشتیم، مثل الان نبود با اینترنت تق 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 بزنی هوم دیپو استاکش چند شده بهت بگه از 45 رفت فلان. بعدم شبم که میخوابیدیم همجور ناراحت بودیم که حالا فردا این استاک میره بالا یا میاد پایین. از خودش باعث این کلمه استاک یه جوری کلمه سکته یا سکته رو باید بده. خلاص این دوستمون وقتی میرفت توی هوم دیپو، مثلا یه آقایی که داشت اونجا کار میکرد، اگر داشت یه کار میکرد این کمکش میکرد، میگفت بذار بذارمش اینجا هرچی باشه منم تو این شرکت سهیمم. مثلا من یه نگاه میکردم خودم رو میذاشتم جای اون آقا، میگفتن این الان چی فکر میکنه، میگه این دوتا خارجی دیوانه تو این شرکت سهیمم یعنی چی، به من کار دادن و این قسمت رو میدونید که اینا یه مسئولیت خیلی بزرگی دارن، یه چیزی رو که میخوام بذارن بالا اونجا رو باید ببندن، اینجا رو ببندن، کسی رد نشه از اون پشت، این چیز فشار نیاره، یه چیزی پرت بشه رو سر میوسنه. وای میساد و چیزها رو میذاشت توی این شلف، میگن توی این قفسه ها، و به اونم میگفت که میدونی که هر چی باشه من توی این شرکت سهیمم. حالا مثلا این شرکت بیلیون ها دلار سهم داره، این آقا مثلا $1000 استاک خریده بود. در رابطه با استاک و کورپوریشن های بزرگ میدونید که الان یکی از بزرگترینش این آقای مارک زاخربرگ هست. این زاخربرگ هم من نمیدونم فامیلی کجاست، پسر جوانی که فیسبوک رو راه انداخت، بعد با همکلاسی های خودش همشاگردی های خودش به اصطلاح مشکل پیدا کرد، اونا گفتن این فکر ستامون بوده، فکر دوتامون بوده، نه فکر این تنها، یه پولی داد به اونها و دادگاه و اینها، اونها رفتن. ولی خبر جالبی که دیروز رادیو تلویزیون ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود این بود که ایشون پا
پارسال پیرسال ازدواج کرده، امسال و امروز یا دیروز بچه دار شده، یک دختری به اصطلاح گیرش اومده و به شکرانه داشتن این دختر آمده یک چیزی درست کرده برای خیریه ها و 99% استاکای خودش رو میخواد بذاره برای خیریه. برای دوستم بابک نوشتم ما کجا اینا کجا، 99% دارایی خودش رو که 45 بیلیون بوده به شکرانه این که امروز و دیروز بچه دار شده صرف انجمنهای خیریه میخواد بکنه. حالا ماها هم تو مهمونی ها که میشینیم همش زرنگی میگم، من دکتر با من انگلیسی میخوند اینجا، زرنگیش این بود که دفترچه های خدمات بیمه و اینها رو میخریده بدون اینکه اون طرف مریض باشه، این دفترچه ها رو پر میکرده، نسخه مینوشته، پول دارو میگرفته از این بابت. ببخشیدا من بارها گفتم، حالا شاید به خدایی که شما معتقدید من نیستم، ولی یه نظمی در این طبیعت هست. همه این پولها رو جمع کرده فرستاده برای داداشش، داداشم اینجا بهش گفته داداش جون سنگ توالت قرمز میخوای یا صورتی میخوای یا طلایی میخوای یا سفید میخوام. وقتی میاد اینجا داداشش میگه این حرفا چیه، خانمت و بچه‌هات اینجا یه سال زندگی کردن، این پولی بوده که به من دادی، پشت برو بیرون. نکنید دوستان، راحت زندگی کنید، راحت بخوابید. گفت چی؟ از تنگی چشم فیل دانستم من آنان که غنی ترند یا قوی ترند یا بزرگترند محتاج ترند. این هم از این. آها، این خانمی به نام سریا، خانم سریا، این کاری که شما میکنی کاکو جون به قول شیرازی ها، این مثل این میمونه که بچه های تخسی هستن شب که حالا سر کار اومدی رفتی لباس رو در آوردی نشستی، حالا یه چایی درست کردی یا یه آبجو رو واس کردی نشستی جلو تلویزیون، این طول سگ میاد در میزنه میدوه میره، شما میای در واز میکنی نگاه میکنی میبینی کسی نیست، دوباره میره میشینی تا 5 دقیقه نشستی، حالا از اون ور میدوه میاد در میزنه میره پشت خونه خودت قایم میشه. ببخشید من نمیخوام به شما بگم شما مثل طول سگا در میزنی در میری، ولی کاری که انجام دادی کمتر از، یعنی شبیه اینه. ببین وقتی اینو یاد من میاره، در مثل مناقشه نیست، این کاری که شما کردین کاریه که این بچه های تخس و تخم سگ انجام میده. شما آمدی برای من نوشتی آقای سربی این ویدیویی رو که شما اون روز صحبت کردی من نگاه کردم، گفتی این زن چاقو داشته، من نمیدونم این مرده ازش چی خواسته، چه صحبتی شده که این چاقو به زده، شما نمیدونستی؟ میگم نه نمیدونستم. بعد دوباره میگی نه آقا خودت به اون راه نزن. میگم آقا خانم به دینت، به مذهبت، جون شوهرت، جون بابات، جون مامانت، من نمیدونم، شما میدونی؟ شما اونجا بودی؟ بیا برای مردم بگو. بعد میشه نه من دیگه برای شما ایمیل نمیزنم. بزن نزن، حالا که شما ایمیل نزنی ما از امشب با پای برهنه میخوابیم، چه فرقی میکنه برای من؟ شما وجودت مثل خانواده پهلویه، بود و نبودت هیچ فرقی نمیکنه. والا بازم فیل، فیل میگن اقلا مرده و زندهش فرق میکنه، شما مرده و زندهتون هم فرق نمیکنه. و اما دوستان مقاله زیادی نوشتن، آها ایشون نوشته جناب آقای سربی شما به راستی نمیدانید، خدا میداند، چرا در مورد آن پدر و پسر میدانید، کدام زنی چاقو موقع را، اصلا این ببین این اون زن فلسطینی و سرباز اسرائیلی رو وصل کرده به شاه و بچهش. چرا شاه اللهی هستی خانم سریا؟ احتمالا کلیمی هم هستی، کلیمی اشکال نداره، یهودی اشکال نداره، صهیونیست هستی، صهیونیستی هستی که داری پسر عموهای خودتو میکشی که بری تو خونه اونها درخت زیتونشونو بدزدی، فقط همین. و اینم از این. یک کمدین جوانی آمده به جای آقای جان استوارت که میدونید من خیلی ایشون رو دوست دارم، جان استوارت، و الان فعلا رفته، امیدوارم به زودی بیاد. این کمدین انگلیسی که اسمش فکر کنم تریور، فامیلیش چیه،
خیلی هم ساده است فهمش، الان یادم رفته. این یه برنامه‌ای رو اجرا کرده خیلی قشنگ، برید حتما دیلی شو رو ببینید و ویدیوهای این رو نگاه کنید. اینجا داره نشون میده که این اروپای متحد، ببینید هر وقت این پرچم هست EU نوشته که اینا توی دریا و توی چیز، میگه که اگه به ما اجازه میدید بیایم اینجا، چرا فکر میکنید که ما شما رو به اصطلاح چیزاتون رو میدوزنیم و اینها. بعد این آقایی که وایساده اون بالا میگه برای که خب خود ما این کار رو با شما کردیم، شما به ما اجازه دادید آمدیم تو کشورتون، بعد ما شما رو راب کردن، یعنی چیزاتون رو دزدیدن، چیزها رو به یغما بردن و الی آخر. و اما French democracy thousands defy Paris state. این رو من اون روز نشون دادم، ممنونم از دوستمون. میگه که دموکراسی فرانسه داره مقابله میکنه با این تحریمی که کردن، تظاهرات نکنید و اینها. میگه که protest ban to sound the alarm on global، میگه که تظاهرات و اینها رو ممنوع کردن تا به اصطلاح اون برنامه گلوبال کلایمت کرایسیس و اینها رو بتونن به خوبی اجرا کنن، ولی حقیقت اینه که میخوان صدای آزادی خواهی مردم رو در گلوشون خفه کنن. و اما یه شعر خیلی قشنگی هم بود که این رو نمیدونم من بخونم یا کسی این رو بهتر از ما بتونه اجرا کنه، اون بخونه. آه از کاه گل و نم نم باران چه خبر، آه مرغ سحر از میهنم ایران چه خبر، خوش خبر باشی از آن بیشه شیران چه خبر، پایتخت وطنم حال هوایش خوب است، از ته دست برافتاده تهران چه خبر. این رو یک بار دیگه هم خوندم، من همیشه گفتم من خیلی دنبال شعر و شاعری نیستم، اگه شما ها به شعر و شاعری عقیده و باور دارید، خب بیان یه برنامه های رو بذارید، اجرا کنید، شعر بگویید، مشاعره کنید، تا دیگران هم با شما همراه و همگام بشن. همونجوری که بهتون گفتم چهارشنبه ها اگر آخرین چهارشنبه هر ماه باشه، با آقای فرزاد شبستری، آخرین چهارشنبه هر ماه با فرزاد شبستری رو داریم، و اگر نه برنامه ها رو طبق معمول پی میگیریم. و ما اینجا برنامه های زیادی نداریم، به همین خاطر به شما گفتیم با هزینه بسیار کمی میتونید برنامه داشته باشید. مهم نیست برنامه تون در فلان تلویزیون، فلان رادیو، فلان روزنامه، حتی در فیسبوک و در یوتیوب باشه، میتونید با ما تماس بگیرید، این ویدیوها رو، این آدیوها رو، این نوشته ها رو به صورت تلویزیون پسند در بیاریم، یه بایگانی دیجیتال و خوب برای دیگران هم پخش کنیم. اینی که شما انقدر زحمت میکشید، ساعتها میشینید یه چیزی رو درست میکنید، خب بذارید هزاران نفر ببینن. ما نمیگیم 40 میلیون بیننده داریم، ولی به گواهی اعداد و رقم، ارقام، ما بیش از 10,000 نفر روی فیسبوک و روی ایمیل آدرسمون داریم. روی دوتا فیسبوک من و بیزینس مردم تیوی حدود 12,000 نفر داریم. این هم از این، از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. و اما یکی دوتا فیلم قشنگ و کوتاه گذاشته بودم که براتون نشون بدم، حتما جمعه این کار رو خواهم کرد. یکی از دوستان گفته بود آقای سوربی این نوری که این ور هست، درست میگم، این عینک شما یه خط میندازه تو چشمتون. اب نداره بابا، ما اینقدر خط تو مغزمون هست هیچ کس نمیبینه، خطیا رو از تو مغزمون پاک کنیم، و الا این خط چشم ما که این عینکمون رو که برداریم برطرف میشه. بعدم من نه آمدم خواستگاری شما، امیدوارم شما هم خواستگاری من نیامده باشید، پس خیلی به زیبا بودنمونو این اهمیتی نداریم. نه خانم پری سفاری هستیم اینجامونو کشیده باشیم با یک چسبی زده باشیم به اینجا، درسته یه دفعه من یه چسب بزنم اینجا ببینم چه شکلی میشم، یه روز با آقای مظاهری بگیم چاقوت بردار بیفت به جون ما. این دکترای مثل این هم هیچ دست کمی از چاقوکش ها ندارن، ممکنه بیفتن به جونت تیغ تیغیت کنن. دوستان عزیز، با امید دیدارتون جمعه ها با آقای با کانون آوا هستیم 12 ظهر، و پس از اون هم با آقای حسن ارشاد از ایران بودیم و هستیم.
تلویزیون مردم نشون داده در طی 13 سال گذشته که از مجاهدی که اسمش در لیست تروریست ها بوده حمایت کرده، برنامه‌هاشو گذاشته، از حقایی که چون دیوانه ای آمد به اصطلاح دعوت کرده، از آقای اجلالی برنامه نشون میده، از آقای ارشاد برنامه نشون میده، دوستان بهایی رو وقتی که تلویزیونای دیگه بهشون برنامه نمیدادن برنامه داده و از این بابت به خودمون افتخار میکنیم و سر و گردن بالا. اینجا میگن چی؟ هد تال 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 هدیه چیز اینجا سر بلند هستیم. مرسی، روز روزگار بر شما خوش.